بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. چهارشنبه است، سوم ماه آپریل 2019 میلادی و برابر است با 14 فروردین 1398. دیروز 13 بدر حقیقی بود که فکر نمی کنم در این منطقه هیچ کس بیرون رفته باشه، همه سر کار بودن. ولی یک شنبه گذشته با سرما و بارون رفته بودن مریلند، ولی بعد هوا خوب شد، حتما بهشون خوش گذشته. و این یک شنبه هم که داره میاد، 13 بدر در ویرجینیا است، آقای سندی میاد و بنده هم تشریف نمیبرم، کار میکنم. دیدید این دوستانی که خیلی میخوان تعارفی بشن یادشون میره، مثلا میگه خب دیگه شما اگه ارزی نداری من برم. بعد ما با بهشون بگیم نه خیر، ما امری نداریم، بفهم. در هر صورت این هم از 13 بدر و آقای جمشید مشایخی. دیگه این بار 13 بدر رو حقیقی رفت، گویا دیشب در ایران ایشون فوت شده. میگن نگید فوت کرده، بگید فوت کرده یعنی خودش رو کشته. فوت شدن و از دنیا رفتن دست خودش نیست و رفته. اما بذارید درباره این کراوات بهتون بگم. اولا تشکر میکنم از دوستی که زحمت کشیده و این همه کراوات، یعنی من فکر کنم تا آخر امسال اینا را هر یه روز که بپوشم کم نمیارم. تشکر میکنم که زحمت کشیدن. و یه چیزی بهتون بگم، میگن هرچه از دوست رسد نیکوست، ولی بعضی وقتا اون چیزی که به عنوان گیفت، کادو، پرزنت، هدیه شما دریافت میکنید مهم نیست. مهم اون نیت و اون کاریه که پشتش بوده. اینی که این دوست ما خانم آقای هستن و ما چندین سال با هم آشنا هستیم، مسافرت رفتیم، میگن هر کیو میخوای بشناسی باهاشون همسفر شو و همسفره شو. هم با اینا همسفره بودیم، هم باهاشون همسفر بودیم. خیلی آدمای خوبی هستن. همین که من رو تحمل میکنن نشون میده چقدر آدمای خوبی هستن. ولی دستشون درد نکنه. الان توی شرایطی هستن وسط اسباب کشی بزرگا، نه به این کوچولویی که ما حالا فکر میکردیم بزرگه. ولی با همه اینها زحمت کشیدن، این کراواتا رو بردن پستخونه، توی این به اصطلاح پرایورتی میل که پست درجه یک اینجا هست، فرست کلاس اینجا هست، گذاشتن و فرستادن. من واقعا شرمنده شدم تو این شرایط اینها، ولی چیزی نمیتونم بگم جز متشکرم، ممنونم که به فکر من بودید، به یاد من بودید. و کراواتا رو یکی یکی اینا رو دیگه تا استفاده نکنم کراواتای خودم رو استفاده نمیکنم. احتمالا تا اینا تموم بشه دیگه کراواتای خودم کهنه شده، باید برم خرید. ولی ممنون و متشکرم. این دریچه رو به بهار هست. طرف میگه دریچه رو به پنجره، رو به خانه پدری. ما بنده خدا پدرمون کارگر بود، تا نزدیکای آخر عمرش هم خونه نداشت، مستأجر بودیم و اینها. البته همش بیشتر مستأجر عممون بودیم که اجاره هم نمیداد بابای ما. میرفت قمار، پول اجاره عمه و شوهر عمه رو میرفت قمار. خلاصه ما چون پنجره‌ای به خانه کسی نداریم، این پنجره رو به شما تقدیم میکنیم و رو به بهار، بهار زیبا که اینجا واقعا امروز هوا عالیه. تمام درها رو باز گذاشتم که این هوای زمستون بره بیرون و هوای بهاری بیاد، ریه و شش و دیگه هرچی عزمز داریم تمیز کن. و درباره این سیلی که متاسفانه در ایام تعطیلات عید آمد و خوشی مردم رو منقص کرد، نقص کرد دیگه، یک فیلمی من دیدم که یکی از این مسئولین دولتی رفته بود یه جایی برای دیدن سیل و اینها، مال سیل قبلی نه این سیل، و گفته بود که مردم انقدر خوشحالن، براشون مهم نیست که این قالی یا گلیمشون خیس شده. اول گفت قالی، بعدن دیدیم بیچاره قالی هم ندارن، که این گلیمشون خیس شده، خوشحالن که حالا این سیل درختار رو شسته و
مراتع سرسبز مزارع، گفتم نگاه کن این پدر سوخته ها واقعا واقعا. این آقای چمن آرا میگه ما 6 تا قاره داریم، من فکر کردم 5 تا قاره داریم که المپیک هم علامت 5 تا قاره است، نه 6 تا قاره داریم درست. میگه 6 تا قاره داریم، شیطون هر روزی در یکی از این قاره ها به اصطلاح به شیطنت دست میزنه. بهش گفتن چیه؟ تو هم از استادت خدا یاد گرفتی 6 روز کار میکنی یک روز استراحت؟ گفته نه آقا، من اون یه روز میرم قم از این آخوندا شیطنت های جدید یاد بگیرم. اینم از این ماجرا. و اما قرار هست ساعت 2 درباره یک ویدیویی که روی فیسبوک هم گذاشتم با بالاترینم شیر کردم. این خدایش وقتی فکر میکنیم بالاترین یک فیسبوک ایرانیان بود حقیقتا. البته نه، میگفت دوتا چی بیشتر نمیتونی بذاری، بعد بعضی های دیگه میان نمره میدن، که از این اوضاع بود. ایرانی بازی دیگه. حرفمو پس میگیرم، میخواستم بگم این میشد فیسبوک باشه برای ایرانی ها، ولی نه، بالاترین یه وبسایت خیلی خوبی بود. اولم که آمد واقعا رفت بالاترین، ولی بعدا دیگه الان فکر کنم پایین ترین هم پایینه. ولی ویدیوهای آقای چمنارا روی بالاترین هست، روی فیسبوک هست، روی توییتر هست، روی فیسبوک خودشون هست. و برای لیست ایمیل من که دارم به صورت بی سی سی میفرستم که مزاحم مردم نشم. اجازه بدین ما این دوستان رو اینوایت کنیم، دعوت کنیم. و قبلا یک کلیدی اینجا داشتم میزدم، invite all، یعنی همه رو دعوت کن، غریب خودی نکن. چی میگن به اصطلاح؟ ما همه دوستانمون هستن، حتی اونایی که با همون مخالفن ما به عنوان دوست مخالف قبولشون داریم. حالا اونها اگه به عنوان دشمن ما رو قرار دادن، خب این از حماقت خودشونه و امیدوارم که عوض بشه طرز فکرشون. و اما بذارید برگردم به اینجا. آها، جمشید مشایخی در گذشت، ایشون 13 را حسابی به در کرد، 1313 متولد شده، 1398 فوت شده، میشه 84 85 سال. بسیگی داره چه ماهی دنیا آمده باشه. و این بنده خدا حتی با اون حال بیمار و زار آمده بود و عید را هم تبریک گفته بود. این به جای خود. ولی جمشید مشایخی به خاطر چندین کار که انجام داده مردم همه دوستش ندارن. اولا این که میگیم همه، امکان نداره کسی رو همه دوست داشته باشه، ولی میشه گفت مثلا فردین رو اکثر اونایی که تو کار سینما بودن و اینها دوست داشته. جمشید مشایخی چون در ایران مونده بود و بعد از انقلابم با این آخونده همکاری کرده بود و اینها، خیلی ها دل خوشی ازش نداشتن. مخصوصا این آخر کاری آمده بود درباره تختی هم یه صحبت کرده بود، دیگه قوز بالا قوز شد. میخواستم بگم نور علا نور، نور علا نور برای جایی میگن که یه چیزی خوب باشه و خوبتر. میگه طرف رفت در خونه گفت که سربی خونه است، گفت باباش هم خونه است، گفت نور علا نور. ولی قوز بالا قوز، ماشینت مثلا پنچره داری میری، حالا رو پنچری که بزنی کنار پنچرگیری کنی بنزینم تموم میکنی، به این میگن قوز بالا قوز. بمانه درباره هنرمندانی که با رژیم کار کردن، شما نظرتون چیه؟ من این شماره تلفن رو اینجا گذاشتم، یه بارم بخونم. 202-695-2573 شما میتونید هم زنگ بزنید، پیام بذارید، هم تکس ارسال کنید. در فکر این هستم که اگر کسی حمایت کنه برنامه ها رو، تلفن وصل کردیم مای 24 دلار اضافتر که شماها بتونین تماس بگیرید در حین برنامه. ولی نمیخوایم اون خاطرات بد گذشته رو دوباره داشته باشیم که فقط 3-4 نفر، آقای تیرانداز، آقای فلانی، آقای اکس، هر روز زنگ بزنن و هر روز چیزای تکراری بگن که مردم دیگه بگن آقا ما دیوونه شدیم، ما برنامه شما رو به خاطر اینا نگاه نمی کنیم. میخوام یه عده بیان صحبت کنن درباره موضوعاتی که من میگم یا موضوعاتی که به نظرشون مهم هست، موضوعات روز هست و
یه برنامه گفت و شنود رو داشته باشیم. شما فکر کن اینایی که زنگ میزنن به رادیو تلویزیون های گوناگون و هر روز همون چیز رو میگن، تقریبا مثل این میمونه که شما بری یه مهمونی یه دوستی همیشه بیاد یه جوکی رو بگه که دیگه تا طرف میگه آقا یه روزی یه کارگری بود، همه میگن آقا میدونیم خفه شو. حالا اول ممکنه رعایت کنن نگن خفه شو. میگه با 13 همراه بود تاریخ تولد و روز مرگ. یه فیلمی از 13 به در بهتون نشون میدم، دنباله این پیام این کودک سفید موی نادان رضا پهلوی در باره جشن پوریم دوستان یهودی ماجرای 13 به در خود شما قضاوت کنید و بیان ببینم میتونم براتون پیداش کنم. این که اینجاست، بله اجازه بدید که به پیدا بشه. و بعد از این فیلم درباره ویدیوی آقای سهراب، مهندس سهراب چمنارا صحبت میکنم و شما رو به دیدن اون ویدیو دعوت میکنم، ولی در به اصطلاح برنامه نشون نمیدم، چون وقتی اینا میذارن روی یوتیوب ما تو برنامه نشون میدیم، بعد یوتیوب یقه ما رو میگیره نمیذاره ویدیو خودمون رو بذاریم روی یوتیوب، یعنی میایم ثواب کنیم کباب میشه. این یک. خب آقای حسین مختار زیبایی میگه therefore please announce it within own program. ما قرار بود با ایشون مصاحبه کنیم، یه روز اینجا ما مشکل داشتیم بخاری و اینا رو ریخته بودن به هم، نتونستیم. فردا ایشون نتونست، باید میرفت به پزشک و بیمارستان و اینها، و امروز با من تماس گرفتن گفتن پنج شنبه فردا. گفتم من فردا نیستم. خب خوبه مشکل ما رو درک میکنه، خوبه که آدم ها مشکلات دیگران رو درک کنن، زندگی رو هم برای خودشون آسون میکنن هم برای دیگران. گفت خب میفهمم، بس بذاریم سه شنبه نهم اپریل یا آپریل یا آوریل یک برنامه فوق‌العاده با آقای حسین مختار زیبایی که ایشون هم یا هوادار یا عضو سازمان مجاهدین بود و خیلی فعالیت میکرد، ولی الان به خاطر مشکلات به اصطلاح پزشکی که داره، بیماریایی که داره و اینها، میشه بگیم یه 2 کیلو پیچ موره تو بدنش هست، اونجوری فعالیت نداره و یه مقداری هم دلخور هست از دوستانی مثل آقای فیلابی و دیگران که باهاش تماس نمیگیرن به اصطلاح و احوالش رو نمیپرسن، ولی در مواردی میخوان بیان صحبت کنن. سه شنبه نهم آپریل ساعت 12 ظهر، یادتون باشه این برنامه فوق‌العاده است، 2 ساعت زودتر شروع میشه، 12 ظهر به وقت نیویورک، 9 صبح به وقت کالیفرنیا، یعنی صبحونه رو خوردی زدی تو رگ بیا بشین برنامه نگاه کن. ولی حسن برنامه های مردم تیوی اینه که شما الان اگه کار داری بعدا یه ساعت دیگه میای میزنی، از همون اول شروع میشه. امشب نتونستی فردا میای نگاه میکنی، گاهی وقتا مثل کتلت یه شب مونده، مثل عدس پلوی که میبردن باغ، مثل این خورش قرمه سبزی که وقتی یه شب میمونه جا میفته، فردا شما اونو با برنج مخلوط میکنی و گرم میکنی تو مایتابه، یه تعدیق کوچولویی هم میبنده چه شود. برنامه های سربی هم همین جوره، هرچی مونده تر میشه خوشمزه تر و بهتر میشه. و اما امروز ساعت 3 بعد از ظهر میبرم شما رو خلیج فارس با دوستمون درباره گفتار عقل بشر یک 20 دقیقه‌ای با هم صحبت داشته باشیم. بعضی از شماها گله کردید که 20 دقیقه برای کسی که تصویرش رو نشون نمیدید و اینها طولانیه. من با شما کاملا هم عقیده هستم و قرار ما با این دوستمون بود بین 10 دقیقه تا ربع ساعت، ولی خب بعضی موضوعها رو شما نمیتونی شروع کنی، همچین که شد بازی فوتبال نیست که شد سر ساعت شد نکنی بری، باید تموم کنی. اینه که بعضی وقتا برنامه‌ایشون یه مقداری از اون حد 15 دقیقه 16 دقیقه میره به طرف 20 دقیقه، ولی یاد میگیرید. من خودم امروز یه بحثی رو با ایشون داشتم انجام میدادم، گفت که به نظر میاد شما هم منحرف شدی. فهمیدم طعنه زدی. گفتم که خب همون جوری که در ریاضی منفی در منفی میشه مثبت
ما هم چون منحرف بودیم از بعضی از اوضاع و احوال و درستش رو درک نمی کردیم، حالا شما اومدی ما رو از اون انحراف منحرف کردی، میشه منحرف در منحرف مستقیم. و اما تلفنی که گفتم الان رو زمینه، ولی برنامه آینده میاریم میذاریم اینجا و باز هم یک بار دیگه امتحان میکنیم ببینیم که مردم ما بعد از این همه سوشال میدیا، بعد از این همه تلویزیون برنامه‌های زنده، بعد از این همه قربون شما برم خیلی ممنون که منو به خونتون راه دادید، آقا قربون شما برم با این برنامه‌های خوبتون، اگه برنامه‌های شما نبود ما حتما شب با پای برهنه میخوابیدیم، به کجا رسیدیم؟ ناگفته نماند. ثابت شده که به خاطر این سوشال میدیا، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، هر چیز دیگه که بگید، مردم، حتی مردم کشورهای متمدن بد شدن. بد اخلاقی، ذات بدشون رو که اون وقتا در حضور دیگران حتی به تظاهر مخفی میکردن، الان چون طرف حاضر نیست هرچی دلش میخواد مینویسه، هرچی دلش میخواد میگه. یه احمقی بود اسمش عباس طباطبایی، من میخوام به این بگم خب تا اگر یه جایی من باشم تو هم باشی، حالا من نمیخوام بگم من قدرت زیادی دارم، هیکل گنده‌ای دارم، ولی میخوام ببینم تو چقدر وقی هستی. این دوست آقای فاتحیه، آقای فاتحی این افراد رو شما باید راه ندی تو خونت، چون اونجا که من میام من میگم این خونه دوستم شاهین فاتحی، نگید آقا اون نوشته من مسئول نیستم، شما مسئولی. حالا براتون میگم، فکر کنید که من و شما دوستیم، شما زنگ میزنی سوربی من ویرجینیا هستم، میگم ای چه خوب بیا خونه ما یه چایی بخور، من یه مهمونی دارم که این از شما بدش میاد، ولی شما مهمون من هستید اونم مهمون من. وقتی که شما میایین اینجا سلام علیک میکنیم، ایشون شروع میکنه به پرخاش کردن، من اولش مؤدبانه بهش میگم آقای ایکس اینجا خونه منه، چون شماها مهمان من هستید مثل اینکه خونه شماست، ولی حساب خودت رو خودت برس و مؤدب باش. اگه دیدم آدم نیست، انسان نیست، فوش میده، به سربی میگه طول سگ، بهش میگم آقا ها من شاهین فاتحی هستم، من مقالای به این خوبی می نیستم، سربی میاد برای من بحث میکنه، این به من فوش نمیده، من به اون فوش نمیدم، این نظرش رو میگه، تو کرخر یا آدم میشی یا میندازمت بیرون. آقای شاهین فاتحی نیستی الان، ولی برات این قسمت رو میفرستم. پس دوستان، دیدم یه دفعه آقای زرابی نوشته بود که آقا من که مسئول دیگران نیستم. چرا؟ بعضی وقتا یکی میاد یه چیزی میگه میره. من دیدید اون آقای آتیلا وقتی آمد، بهش گفتم آقای آتیلا شما نظرتو میتونی بگی، ولی به مهمون برنامه و اینها توهین نکنید. ما از یه جایی باید یه کسی جلوونو بگیره، برامون یه خط بکشه بگه آقا تا اینجا آزادی. ما شدیم اسرائیل، نه مرزی داریم نه چیزی داریم، امروز میریم نمیدونم فلسطین چی میگن اون بیت المقدس رو میکنیم پایتخت، فردا میریم بلندی های جولان رو میگیریم. این که نمیشه. برگردیم به هنرمندا. حالا این اکبری میگه خدا خفه کنه این سوربی رو، هی میپره ای برمیگرده. جمشید مشایخی رو که گفتم، من پریروز یه دوستی برام نوشته بود آقا فلان هنرمند رو دیدید در سیزده به در چجوری از ترامپ به اصطلاح تعریف میکرد و چجوری آرزو. گفتم شما مطمئنی این اون بوده؟ بعضیا گفت آقا ویدیوش هست برو نگاه کن. ما رفتیم نگاه کردیم، باورم نمیشد. تماس گرفتم با ایشون و چرا اسمشون رو نمیگم، چرا نمیگم کدوم سیزه بدر، برای که تماس گرفتم گفتم که شما این چیزایی که میگی شوخی بوده، جوک بوده یا حقیقت بوده؟ اگر حقیقت هست بیان مهمون ما باشید، با هم یکم صحبت کنیم. چون ایشون دعوت رو به اصطلاح نگفت. یه اشکال ما اینه، نمیگیم خیلی ممنون نمیتونم، نمیگیم خیلی ممنون میام، وای میسیم نیم ساعت جواب میدیم. بعد ایشون گفته بله من به ترامپ رای دادم و ترامپ آخوندم. میگم آخه دوست عزیز، خانم گرامی، آقای محترم، هنرمند، شما اسمتون میره تو هنربندها که شما بند میشید برای درآمدتون، چون درآمد شما با کلیمیا هست، با ایرانی های پولدار تندرو هست، با یهودی های تندرو هست، شما خودت رو تغییر دادی بدونی که متوجه بشی. هیچ عیبی نداره، برو آقا با اونا دوست باش،
اونا هستن که جشن میگیرن، اونا هستن که شما رو به اصطلاح دعوت میکنن برید براشون برنامه اجرا کنید، اونا هستن که تورایی نمیدونم کروز و فلان اینها به شما پول میدن، ولی ما سعی میکنیم از شما دور باشیم و این حق و اجازه رو ما داریم. حالا اگر این دوستمون خاص بیاد و مهمون برنامه ما باشه، قرار میذاریم در یه برنامه بیان با هم صحبت کنیم. ترامپ از لحاظ مغزی مشکل داره. دیروز میگه پدر من، میگه ما آلمانی هستیم، پدر من تو آلمان یه جای خیلی خوبی دنیا اومده، پدرش تو نیویورک دنیا اومده، میگه تو اونجا دنیا اومده. بعد میگه که من یک طرحی درست کردم برای بیمه های اجتماعی، نه از اون طرحا، از اون طرحایی که میاد اصلا شما قش میکنی، ولی الان نمیتونم نشونتون بدم. باور کنید من داشتم میخندیدم و یاده اون معرکه گیری میافتادم که میاد یه 4 تا قوطی میذاره و یه آفتابه، میگه از تو این قوطی ها مار 3 سر بیرون میارم، بعدم اگه 4 تا جوان مرد به من پول بدن میرم تو این آفتابه. حالا جوان مرد و پول دادن این چیه؟ خب پول که میگیره هیچی. میگه بیان به من رأی بدید، من سال 2020 به شما بیمه رو نشون میدم. درست مثل این که گفت بیان به من رأی بدید، بعد از انتخابات مالیات و ورقه مالیاتی رو اینا نشون میدم، بعد گفت که نه حالا من تحت کنترل یا بازرسی اداره دارایی هستم نمیشه و اینها، و همش دروغ دروغ دروغ. دیشب روانشناس آوردن تو تلویزیون میگه این انقدر الان استرس داره که کلمات رو یادش میره و این امروز باباش رو با پدر بزرگش یادش رفته. فردا میاد میگه من حالا اشتباه کردم. دیدید حتی با پوتین وقتی صحبت میکرد گفت من دلیلی نداره که باور نکنم که روسیه دخالت نکرده، انقدر نکنم و نکنم و اینها آورد که ما نفهمیدیم منفی در منفی حالا میشه مثبت یا فلان. فردا اومد گفت من میخواستم بگم من دلیلی ندارم که باور نکنم، نمیدونم خودم هم دیگه گیج شدم از دست این مردک، چون انقدر دروغ میگه و اینها که آدم ها رو گیج میکنه. در هر صورت دوست عزیز، این الان اینجا مثل خر به گل مونده، آمد یه حرفی زد، دهن کثیفشو باز کرد، گفت من مرز رو میبندم، 35 روز ادارات اینجا رو بس، چند میلیارد دلار به آمریکایی‌ها ضرر زد، چه کار کرد؟ هیچ. حالا میگه میخوام مرز رو ببندم. دوستان اگه مرز رو ببندن، همین هنرمندی که داره در سیزده به در میرقصه، ایشون باید مثل بنده در آلمان میرفتم انگور میچیدم، ایشون بره طالبی و هندونه از مزرعه پیک کنه. نمیدونید اصلا از لحاظ قدرت کار، تعداد جمعیت اینا، نمیدونید شما این آمریکا یک کشور در حال گسترش بزرگ شدنه و پایه و اساسش بر مهاجرین گذاشته شده. بله شما میتونید بگید ما میخوایم این قانون باشه اون قانون باشه، ولی نمیتونی در رو ببندی. و حالا ببینید گفته من میبندم، من میبندم، اگه اینا جلوه مهاجرین رو نگیرن من میبندم. مکزیک میگه آقا من از کجا پول بیارم نیرو جلوه نمیدونم اون پایین چیه کشورهای دیگه اینا رو بگیرم. اینا دارن میان، شما سیستمتو یه جوری بذار که اینا بتونن در کشور خودشون، در کشور مکزیک اپلای کنن، درخواست ویزا و اینها کنن و ببینیم چی میشه. خب سلام آقای زمانی، خیلی ممنون. میگه که ترانه‌های ایران هم همینه، قربون میره، فدا میشه، میمیره تو، بگو تا بمیره، چون میده همش دروغ و فریب، آدم حالش از ترانه به هم میخوره. راست میگی. من نمیدونم آقای فرخ سپهرار این چی نوشتی؟ ترودام؟ ترودام یعنی چی؟ نمیدونم کاکو جون، قبل از اینکه بزنی سند خودت بخون، بعد مغزت هم کوچیک کن بشه مغز من. بگو این سوربی که الان داره برنامه اجرا میکنه، 3 تا مانیتور اینجا، 1 مانیتور اونجا، 4 تا مانیتور هست، اینو که میبینه چی میخونه؟ تازه حالا اگه خوند چی باید برداشت کنه؟ یادتون اون وقتا پیشنویس میکردن، نمیدونم تو شیراز چرا به پیشنویس میگفتن چرکنویس، میگفت انشا نوشتی؟ میگو آقا چرکنویس رو نوشتیم، هنوز پاکنویس نکردیم. ای کاش اینم یه چرکنویس، پاکنویس یا پیشنویس، یا امریکایی ها میگن درافت، شما اول درافت بنویس بعد نمیدونم اوریجینالش چی میگن، کلمه اوریجینال یا اوریجین.
وقتی میگی اوریجینال یعنی اصلی، اوریجین یعنی مبدأش کجاست. این مردک نادان دیروز به جای کلمه اوریجین میگفت اورنج، بعد دیشب مسخرش میکردن تو تلویزیون، میگفتن این چون صبح بلند میشه خودش رو تو آینه میبینه رنگش اورنجه، کلمه ها رو قاطی میکنه میرزه به هم. خب کسی که حرف زدنش قاطی شده، کسی که بابای خودش رو نمیدونه این کجا دنیا اومده، اون وقت شما امید داری که بره ایران آزاد کنه، کلیچ هم به دست شماها، زهی خیال باطل. آقا میخواد با رهبر ایران دیدار کنه، شما خبر نداری. بریم فیلم چیز رو بهتون نشون بدیم، سیزده بدر رو، و دیدید این فیلم رو ما نذاشتیم تا بعد از سیزده بدر که فردا طرف نگه آقا نمیدونم من ضرر کردم به خاطر این فیلم و الی آخر. ببینم فقط براتون پیداش کنم، میگه گفتن و حواله دادن یه چی، پیدا کردنش یه چیز دیگه. تعبیری بزرگ، خرابی زیرساخت ها، لطفاً جوابم بده تا دیوانه نشوم. مقصود از این سید کیست؟ همش کار مرد هاست. تعبیری یا تغییری بزرگ، نمیدونم کی برای من اینو فرستاده بود، خدایا که من نگهش داشتم که بعد از سیزده به شما نشون بدم. آها، آقا سیروس گل، بذارید پیداش کنم. سیروس، نه سیروس دولت شاهی، که سیروسی دیگر. بله، شیرین از اصفهان. ای بابا ما چیکارش کردیم، گذاشتیمش اینجا که دم دست باشه. خیلی دیگه دم دست بوده. دیدید بعض وقتا یه چیزایی رو میگی بذارم اینجا که بدونم کجاست، بعد هرچی دنبالش میگردید پیداش نمیکنید. منم الان ماجرام این شده. ریچ اند فیمس، بعد سیزده بدر. خدایا پیداش میکنم دیگه براتون. نمیدونم، باید یه سیستمی واقعا را بندازم که اینو بتونم. اون وقتا برای خودم میفرستادمش با اسم جدید، میفرستادم مثلا مینوشتم سیزده بدر. خب خیلی ممنون. وسط برنامه زنده یک کسی برای ما ایمیل فرستاده از یه تلویزیون دیگه، بیا برنامه زنده تماشا کن. چشم، خب اینو داشته باشیم ببینم چه باید کرد. با درودی بسیار، آقای فرزاد نیساری هم اینجا هستن و اگر فرصتی بشه یک صحبتی با ایشون داشته باشیم، بعد ببینیم ایشون با این تصمیماتی که گرفته و میخواد یا پادشاه بشه یا رئیس جمهور بشه، البته منتخب انتخاباتی، چرا به فکر این نیست که بشه وکیل و رایا، میگفتن رایا، آقای کریم خان زند، مثل اون باشه که میگن تو تاریخ ایران اون مثل رئیس جمهوری بوده حکومتش. Hi to our dear friend, hope you liked them. We passed a nightmare, was a real painful and disastrous situation, but thank God and hardest part is over, can't wait to see you. بله بسیار ممنون. این همین دوستانی که لطف کردن و این چیزها رو فرستادن، خیلی زیاده، این کراواتا رو فرستادن، همه هم قشنگ و زیبا، یکی پس از دیگری. واسه دیدید این ایرانی ها خیلی عاشق شالگردن هستن. تابستون ها این آقای علی لیمونادی که زمستون و تابستون از این یقه اسکی میپوشه، اینجا بهش میگن ترتلنک، یعنی مثل یقه لات پشت. بعد بعضی از ایرانی ها همیشه دوست دارن شالگردن و دستمال جیب و اینا بپوشن. بعضی ها شب و روز با روبد و شام هستن. یادمه سالها پیش ما یه دوست هلندی داشتیم در آلمان، این وقتی که آمد داشته رد می شده از اونجا، در زد در خونه ما، ما در باز کردیم، گفت که ببخشید شما خوابیده بودید؟ گفتیم نه بابا ما ساعت 6 از بیدار شد الان نزدیک ظهره. گفت آخه می نم با لباس خواب هستید،
دیدید ما ایرانی ها همینجوری تو خونه با تنبون و رب دو شام و این چیزا هستیم، در صورت ما تو شیراز یا ما فقیرا خیلی اهل رب دو شام نبودیم، چون هوا اینقدر سرد نبود که مثل تهرونی ها رب دو شام بپوشیم اینا. ولی آلمان که اومدیم دیدیم آقا باید اینجا اینو داشته باشی و الا پول آب و برق و گاز اینا پدرتو در میاره، با اینو داشته باشی تا از زیر پتو میای بیرون مثل یه پتو بندازیش دور خودتو با اون مثل روح را بری. بله میگه ترامپ دام میشه ترودام. آره ترامپ دام، بله دام ترامپ بنویس با درودی بیشتر. خیلی ممنون، متشکرم. پس منتظر میشیم در برنامه های آینده بعد از 13 به در 14 به تو اینها با آقای نیساری هم یک صحبت و گفت و شنودی داشته باشیم. من بهشون پیشنهاد کردم اگر میخوان چنین کاری انجام بدن فقط به فیسبوک و سوشال مدیا بسنده و پسنده نکنن و صدای خودشون رو داشته باشن، چون این کاری که میخوان انجام بدین احتیاج به یه بلندگو داره، پروپاگاندا، حالا هرچی اسمشو بذارید، تبلیغات. باید ببینید این رضا عقب افتاده چرا تا امروز پیشرفت نکرده، برای که حاضر نیست یه وبسایت مال خودش رو یه گوشش رو بده تلویزیون. حالا اون موقعی که ما میدادیم ماهی 30,000 دلار، بعد شد ماهی 1,000 دلار، بعد شد ماهی 600 دلار، این حاضر نیست 600 دلار خرج کنه، فقط میخواد مجانی. آقا مجانی به جایی نمیرسی، بیمایه فطیر است. این هم از و اما این برای پوشاندن چین و چروک است. نمیفهمم باز آقای فرخ جان عزیز، دوستان گله میکنن از من، میگن خب وقتی فرخ انقدر مینویسه و هی شما میگی من نمیفهمم و انقدر بهش میگی انگلیسی بنویس یا فارسی بنویس، نه فارسی مینویسه نه انگلیسی مینویسه، آقا نخون، تنبیهش کن، تنبیه. یادم حکومت نظامی که بود ما یک افسری داشتیم، سروان بود اون موقع، سروان محمدی، و این فرمانده گروهان ما بود توی تیپ 55 هوا برد، و وقتی که ما رفتیم بیرون حکومت نظامی و برگشتیم، خب اونجا این سیستم آخوندا و جاسوس بازی و شاه و جاسوس بازی اینا همه حکومت ها دارن، رفته بودن بهش گفته بودن که ما مثلا اونجا مردم اومدن سربی به ما گفته مردم رو نزنید، و گفتیم خب. وقتی آمدیم اول سب میکردن که تو بری اسلحتو بدی تحویل اسلحه خونه، بعد که میمدی میگفت که سرکار سربی، اصفهانی بود آقای سروان محمدی، سرکار سربی تشریف بیارید آفیس من. رفتم گفت که بفرمایید بشین، فوری هم صدا میزدن به گماشته بیچاره چای بیارن براتون. گفتم نه ما بیرون بودیم و اینا، بهترین چی به این که بریم خونه. گفت من شنیدم شما سربازا رو از دفاع چیکار کردید، برحذر کردید. گفتم که چه دفاعی، وقتی شما میگید دفاع چه در کاراته چه در کشتی چه در ارتش، یکی حمله میکنه شما دفاع میکنید، اگه شما زودتر انجام بدید این میشه حمله. گفتم من از حمله اینها به مردم پیشگیری کردم، چون مردم که حمله نکردن که اینا بخوان دفاع کنن. گفت در هر صورت شما تشریف ببرید پاسدارخونه، تا 3 روز دیگه شما بازداشت هستید. حالا این 3 روز تعطیلی ما بود که بعد از 24 ساعت شیفت و اینها چیز میشد. هم ناراحت، خیلی بده وقتی تو شهر خودت خدمت میکنی، اولی که دوری فکر میکنی آقا چقدر خوبه، وقتی تو شهر خودت خدمت میکنی بدترین سربازیه، چون تا خونه نیم ساعت راهه، یه 10 دقیقه راهه، ولی همش باید تو پادگان باشی. دوستان میان آقا سوربی تو که هر روز میری خونه پدر مادرت میبینی، ما الان 6 ماه ندیدیم، من برم این ویکند میای تو کشیک بدی برای من، چشم. هفته دیگه یکی دیگهش میاد، میگم بابا هفته من از همتون اینجا بیشتر کشیک میدم، منی که تو شهر خودمونم از همتون دیرتر پدر و مادرم میبینم. در هر صورت ما هم خسته و کوفته رفتیم، میدونید پاسدارخونه دم در پادگان بود، همه پادگان ها اینجوری بود، بعد پشتش هم زندان. خلاصه رفتیم اونجا و خودت میرفتی معرفی میکردی به اون به اصطلاح حالا افسر نگهبان یا هر کسی که نگهبان پاسدارخونه بود، بعد گفتیم که ما مثلا از گروه یادم رفته الان چه گروهانی بودیم، گروهان فلان آمدیم، و فکر کنم یه کاغذ می نوشتن بهت میدادن
چون تو مثل یک محموله هستی، تو رو میدن تحویل اونها، اونها هم باید برن برات نهار و شام بگیرن، به آشپزخونه بگن. خلاصه ما رفتیم اونجا، گفت که طرف گفت چی شده و اینا، تا اسم ما رو خوند گفت که تو چی کاره استرابی میشی؟ گفتم اون داداشمه. گفت من با اون همکلاس بودم، اون رفت درس خوند مهندس شد، من احمق رفتم لات بازی شدم استوار. حال چیکار کردی؟ گفتیم که آقا ما رو فرستادن تو خیابون با 14 تا سرباز، من و آقای کاظم آتشی به اصطلاح مسئول اینا بودیم و اینجوری شد. مردم که آمدن، این سربازا بعضی هاشون عصبانی شدن اینها، من بهشون گفتم اگه شما عصبانی بشید کاری کنید اونا جنگی میشن. با خنده و خوشرویی نظم رو برقرار کردیم، شما بشین تو ماشین. این 14 نفر همینجوری توی این ریو زیل هرچی بود مینشوندیم، ما که پایین بودیم وای میسادیم بیرون که مردم بیان رد بشن و اینها. اینجوری بوده. گفت که خب چند روز زندانی بهت دادن؟ گفتیم 3 روز. گفت شانس آوردی؟ گفتیم اه زندانی شدیم شانس آوردیم؟ گفت بله، برای اینکه من امشب که پاس دارم اینجا تا 3 روز دیگه نمیدونم نوبت اینجوری و اینجوری اینا، خونتون کجا؟ گفتم قدمگاه. گفت که خب ببین، شما برو خونه با همین لباس که الان هستی، ریشو میشم نزن، 3 روز دیگه صبح که من اینجا هستم برمیگردی میای تا من بدم تحویل گروهان. گفتیم اوکی. خلاصه رفتیم. فرخ دارم برای تو میگم، ما میخوام تنبیهت کنم تایم اوت بفرستمت پاسدار خونه، بعضی وقتا خوبه. خلاصه رفتیم خونه و نشستیم خونه و اون وقتم حکومت نظامی بود و اینا، به دوستان تماس گرفتیم میمدن بازی ورق فلان اینا، و بعضی هم تازه از این دیویدی و اینا مثل که اومده بود، نمیادم نیست درست، شاید هم نایمده بود. خلاصه هیچی، بعد 3 روز آمدیم یک کم هم ریشمون بلند شده بود و ما رو فرستادن گروهان خودمون. وقتی رفتیم اونجا همون سروان محمدی گفت که سرکار سوربی متنبه شدی؟ من خندم گرفت، گفتم بله قربان. گفت خب حالا برو منزل، فردا نمیخواد بیای. پس فردا شما بیا اینجا. یعنی یه 3 روز و 2 روز هم اینجا ما شد، 5 روز مرخصی ناخواسته. بعضی وقتا این تنبیه ها به نفع آدم میشه. آقای فرخ نوشته شال گردن، مگه من چی گفتم؟ گفتم شال پا. این نکتای اینجا میگن که این به اصطلاح گردن و کراوات، چون تای دارن که قایق رو میبندن، گره میزنن در حقیقت، ولی به این میگن نکتای. ولی دیگه مردم نکشو نمیگن، گردنشو نمیگن، همون تای که میگن میفهمن که کراواته. اون ویدیو رو فعلا طلب شما، بذارید من برم آقای سهراب چمنارا رو در موردش صحبت کنم و بهتون نشون بدم ویدیوی ایشون رو. اجازه بدید ببینم چه کرده ایشون. گفت چه کردم و تو با دلم چه کردی؟ بله ببینم ویدیوشون رو میتونم پیدا کنم. آها میگه این ویدیو اینه، شما اینو بذار، چون اول اشتباهی فرستاده بود. شال گردن یا دستمال گردن؟ شال گردن میگن. شال گردن برای گرما و اینا، برای سرما و اینا استفاده میکنن، که ما تو آلمان یاد گرفتیم چقدر استفاده کنیم، و الا روزای اول خیلی خنده‌دار بود، سیبیل هم داشتیم بدونی که آبی از دماغت بیاد، چون اینجا نفس میکشی اینجوری، وقتی میرسیدی توی استیشن جایی آلمانی ازت میخندید. بعد یاد گرفتیم که اینو ببندیم، حتی چشممون رو عینک بزنیم که سرما به چشممون هم نزنه. چه سرمایی کشیدیم ما 2 سال توی آلمان. در هر صورت اون شال گردن بود، ولی دستمال گردن هم داریم. بمانه خسارات سیل گلستان و سیل شیراز طبق اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خاتم الانبیاء سپاه. حالا من نمیدونم سیل چه ربطی به قانون اساسی داره، ولی خب ایشون ربطش داده. دیدن این رو هم به شما پیشنهاد میکنم. بذارید ببینم این شروع بشه، میخوام آقای چمنارا رو بهتون نشون بدم. با
واقعا دیگه این کامپیوتر و اینا دیوونه شده، یه سیستمی گذاشتن تا ماوست میاد روی تصویر ویدیو، برای که مثلا داری یه فیلم نگاه میکنی رئیست نیاد، بعضی ها دارن یه فیلم نگاه میکنن خانمشون نیاد، تا میزنن وای میسه. حالا تو میخوای بزنی شروع کنی، غیر میرزه شروع نمیکنه. نخه شروع نمیکنه، چه کنیم؟ یه بار دیگه میزنیم ببینیم چی میشه. حالا مثل که شروع شد، داره میره جلو تا ببینیم که ما این تصویر رو به شما نشون بدیم. Select area. یه دفعه گفتم اینترنت خیلی اسلوه، فرخ گفت طرفای زور همه همه رفتن نهار خوردن آمدن دیگه حوصله کار ندارن میشینن، اینترنت ها ضعیفه. الان هم این همینجور داره میچرخه، ولی ما اینجا یه سیستم اینترنتی گرفتیم، چون فیاض وقتی که رفت روی 1 گیگابایت و اینا، کاکس فکر کرد که عقب افتاده، آمدن یه چیزی درست کردن به نام پانورامیک، و این پانورامیک پن کردن یعنی چرخوندن اینجوری اینجوری، پانورامیک یعنی شما خیلی چی میبینیم به ایرانی چی میگن، یعنی زاویه بزرگتری، دید بزرگتری رو اینها رو داری. نخه این ویدیوی آقای چمنارا باز نمیشه، که باز نمیشه، اینم از به اصطلاح نعمات برنامه زنده، و اینکه شما میخوای یه ویدیوی رو هم موقع نشون بدی درباره‌اش صحبت کنی اینجوری میشه. حالا همینجور داره میچرخه، من نمیدونم یوتیوب یه اشکالی داره اون کسی که این ویدیو رو گذاشته، ولی ویدیو رو که شما میذاری اون به اصطلاح چیز میشه، ببخشید، ویدیو رو که شما میذارید اونا تبدیلش میکنن دیگه، اینجوری نیست که اگه فایل شما اشکالی داشته باشه اشکاله اونجا باقی بمونه. آقای فرخ میگه Thank you Mr. Naysari I got it. خب آقای نیساری برای شما اینجا چی فرستاده؟ باید برای خصوصی بفرستیم. و اما I visit that video in YouTube، منظورت ویدیوه، نوشتی ویزیو، ویزیو اسمی یه تلویزیونه. در صورت ویدیو آقای چمنارا باز نمیشه، شما حرف ما رو قبول کنید و برای که ببینید ما حرفمون درسته یا نه، بعدا خودتون برید این ویدیو رو ببینید، هم روی یوتیوب ما، روی فیسبوک هست، هم روی بالاترین هست، هم روی توییتر هست. جالب اینجاست آقای چمنارا بارها تا حالا گفته تمام این کارهایی که آخوندا میکنن بر اساس قانون اساسیشون هست، ایرادی به اونا نمیتونید بگیرید، ایراد از خودتون بگیرید که ندونسته قانون اساسی اینا رو تصویب کردید شما. حالا اگه نکردید اون دیگه بحثی جداست. یه دوستی هم اون روز گفت آقا شما گفتید که سیل تقصیر آخوند نیست، گفتم همچین چیزی من نگفتم، اگه گفتم شاید بد گفتم، گفتم درستی که تقصیر آخوند هست، ولی شما قسمت طبیعیش رو هم باید، اینجا میگن فاکتور، تو ویرجینیا شما دو تا ماشین که تصادف میکنه اینجوریه، بعض وقتا میگه 100% تقصیر اینه، 0% تقصیر شما، بعض وقتا میگه 70% تقصیر شما، 30%، اون وقت بیمه بر اساس این درصد به شما پول میده. ما گفتیم به غیر از اینه یا علاوه بر اینه، بعضیا میگن منهای این، یعنی اینو بذار کنار، حالا من نمیدونم کدومش درست، مضافاً بر این که تقصیر آخوندها سوء مدیریت بی صلاحیت بودند هست، دست طبیعت هم ازش غافل نشد. آقا من اینجا سالها تو بیمه کار میکردم، من شرکت American Insurance Agency مال من بود تو استرلینگ، با 53 تا شرکت هم کار میکردم. از این آقای مو پارسل بپرسید، روزی که رفتم برای آل استیت کار کنم، این کیفمو که باز کردم 53 تا کارت شرکت های دیگر آورد، نه کارتا، اینجا بهش میگن لایسنس، اجازه کار کردن با اون بیمه ها، که گو ای بابا ما دو تا بیمه داریم، دو تاش داره خودش، یکیش مال آل استیت مال لایف و هرت، یکیش مال کلوژن و نمیدونم لایبیلیتی اینا، گو ما دو تا داریم، این همه سال زحمت کشیدیم. گفتیم خب ما که دیرتر میایم بیشتر زحمت میکشیم که برسیم. و دیدم اونجا یه چیزایی رو میگه Act of God، یعنی کار خدا بوده. آقا اینجا من تو این منطقه که هستم اگه زنگ بزنم به بیمه بگم من میخوام بیمه سیل بخرم، میگه ما به شما نمیفروشیم، بیمه سیل رو فقط در فلان منطقه میفروشیم، چون دولت مجبورشون میکنه. اینجاست
دولت باید نظارت کنه. ولی دولت تو ایران این کارو میکنه؟ حالا بگیم یه دولت خوب اومد این کارو انجام داد. من و شما میریم بیمه سیل بخریم. اینجا یه بیمه هست دوستان، اگه ندارید زنگ بزنید به بیمه‌تون بگید اینو داشته باشید. مهمون میاد خونه‌تون، ببخشید حالا یا خانما نمیدونم تمپان منپان یا چیزا، یا بچه پوشک داره میبرنش اونجا برای که نندازن تو سرت بوگن بده، یا خدای نکرده کسی بیاد بگه بابا این چیه این گشتی اینجا، میندازتش توی دست توی چیز سیفونو میزنه، این سیفونو میزنه، بله میره تا اونجا گیر میکنه. چون این لوله ها برای موادی ساخته شده که در آب حل بشه، خب میره اونجا گیر میکنه. شما یه دو روزم بعد از مهمونی ممکنه توالتت چی نشه. بعد این توالت میگیره، یه دفعه میبینی آب فاضلاب خیابون همه برمیگرده تو خونه شما. 20 دلار در سال اون موقعی که من بودم، حالا بگو 100 دلار، بگو 50 دلار در سال اضافه میدید، بهش میگن water backup. نه بکاپ یعنی مثل پشتوانه، یعنی اگر به جای این که آب از خونه من از این وری بره بکاپ میکنه. ماشین عقب عقب که میان میگن بیا این بر، ماشینه داره بکاپ میکنه، ماشین داره عقب عقب میاد. آب اگه عقب عقب اومد تو خونتون، موکتاتون رو خراب کرد، دیوارتون رو خراب کرد، اینا به بیمه زنگ بزنی نگاه میکنه میگه آهان شما وادر بکاپ نداری. آقا کی باید به من میگفت؟ من بیمه بهت دادم گفتم، ولی شما هی خواستی صرف جویی کنید. بمانه Act of God فرق میکنه. آقای چمنارا توی این ویدیو توضیح میده، بعد میگه حالا همینجوری که در ویدیو میبینید این آقای پاسدار میره سد رو منفجر کنه یا جاده رو منفجر کنه و بعد انقدر آب میشه که خودش رو هم آب میبره. خب آقای چمنارا نگو این چیزها رو عزیز برادر، من دیدم و اینو آب نبود. البته مردی که دیدیم توی قایق نشسته داره میره، میگه بریم این جاده رو خراب کنیم احتمالاً آب میره. آقا این احتمالات شما که الان دقیقاً مردم رو بیچاره کرد. میدونی میگن احتمالاً، تحقیقاً، دقیقاً، احتمالاً یعنی 50-50 تا 30-70 هم باشه هنوز احتمالا. دقیقا یعنی وقتی میگه تحقیقا یعنی رفتم تحقیق کردم، پس از تحقیق به این نتیجه رسیدم. ما اینا رو اصلا استفاده نمی کنیم. یه دفعه همینجور میگیم همه اینجوری نیست، این قدر مطلقا رو بذاریم کنار. خود منم اینا رو بد استفاده میکنم، بذاریم کنار بیشتر. در هر صورت من این ویدیوی آقای چمنارا رو نگاه کردم، بذارید ببینم از روی فیسبوک اگه بزنیم از اونجا پلی میکنه. روی صفحه مردم تیوی هست، من روی صفحه خودم سعی میکنم فقط چیزهای شخصی خودم رو بذارم، ولی روی صفحه مردم تیوی اگر کسی پولی داده باشه برای تبلیغ، با 10 دلار میتونه ویدیوشو اونجا بذاره، مقالهشو اونجا بذاره. این دوستانی که میگن آقا برای اگر ایرانی هستی شما بذار این رو اونجا، میگم شما اگه ایرانی هستی این رو بذار اونجا 20 دلار بده. بعد میبینیم که نخیر، ایشون ایرانی که نیست، خیلی هم قلابیه. ببینید این صفحه مردم تیویه که من میبینم، اون چیزی که شما میبینید فرق میکنه. چیزی که شما میبینید با این اینه. گفت تو مو میبینی و من پیچش مو، الان که دیگه سنا همه بالای 60، شما مو میبینی و من ریزش مو. خب بیایم اینجا، وقتی که الان برنامه زنده رو میبینید میایم پایین. این پایین نوشته خسارات سیل گلستان و سیل شیراز طبق اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ببینیم حالا اینجا باز میشه یا اینجا هم اطفال میریزه. نه یه چیزی با یوتیوب رانگه، یعنی میلنگه. ببینید گفتم مثلا امروز فلان ماشین چرخش لنگ میزنه، اینم از این اب نداره. برید بعدا ببینید، چه خوب که کار نمیکنه، چون الان اگه کار میکرد میگفتید بابا این سوربی که همون مزخرفات هر روزو میگه. ما بریم برنامه آقای سهراب چمنانا رو ببینیم. آقای کابوسی میگه آقای سوربی تا زمانی که ایرانی قانع نشه که مشکل شعوری داره
همینطور از هم ایراد میگیرید. آقای کابوسی، دوست عزیز و گرام، تو میدونی من خیلی دوستت دارم، اینا فکر کنم دیگه ثابت شده، از اون سالهایی که نمیشناختمت، از روزی که با خانم شهلا سرشار تنبک زدی و آقای فرید فرجاد و اینا، من تو رو دورا دور میشناختم به عنوان هنرمند شهرمون، تا بعد که تو تلویزیون باهات آشنا شدم و شرط بندی کردم بهت باختم و یه فلوت قشنگ بهت دادم. میدونی دوستت دارم، اوکی؟ این بمونه. ولی عزیز من، این به عنوان سوم شخص، حالا یا مفرد یا جمع، با دیگران صحبت کردن، این کار شما مثل ترامپه. ترامپ دیدی بعضی وقتا از خودش به عنوان شخص سوم یا سوم شخص مفرد صحبت میکنه، این غلطه. من اگر سال 2003 گفتم کارمون خیلی خرابه، یعنی من تو این جامعه که هستم به این نتیجه رسیدم که آقا کار من خرابه، کار سعید خرابه، کار فرخ خرابه، کار آقای فرزاد نیساری خرابه، حالا همه اونا هم داد میزنن میگن آقا برو گم شو، کار تو خرابه، چرا ما رو میکشی وسط؟ ولی به وسیله این جمله میشه دوم شخص جمع، نه یا اول شخص، اول شخص جمع، ما شما ایشان، به عنوان این که کارمون خرابه، شما رو توی جمعی میذارم. شما وقتی میگی ایرانی، یعنی شما الان ایرانی نیستی؟ شما وقتی میگی همینطور از هم ایراد میگیرید، یعنی شما ایراد نمیگیرید؟ شما خدای ایرادی نکن، با ما به از آن باش که با خلق خدایی، یه جایی پیدا کن حمایتت کنن. این وقتی شروع کرد برنامه هاشو تو تلویزیون مردم، همه بیش، یعنی دقیقا همه کسایی که حمایت کردن از سعید کاووسی خانم ها بودن، ولی چنان ایراد گرفت از خانم ها، همه در رفتن، همه فوش دادن، همه گفتن آقا اگه با این سعید تو صحبت کنی ما دیگه دوست تو هم نیستیم. گفتم بابا تحملتون رو ببرید بالا، چی گفته؟ دروغ میگه؟ دروغ میگه که یه خانم 22 ساله میره میشه زن یه مرد 70 ساله، بعد میگه من نمیدونستم این هنر پیشه هست، بعد خودش تو همون مصاحبه میگه که دوستم زنگ زد گفت آقای فلانی هنر پیشه داره از تهران میاد، بی بریم نمیدونم فلان. خب این خانمه اگه تو خیابون بود عاشق این مرد 72 ساله که نمیشد، چون دیده هنر پیشه از پول داره، مثل همین زن کثافت شارلاتان ترامپ. این اگر ترامپ پولدار نبود، این زنه که میرفت با این دوست بشه، میرفت با این بیرون، میرفت با این بخوابه، میرفت با این زن شوهر بشه. آقا خانم کاووسی داره اینو میگه، کاووسی میگه شمایی که از این بالات قلابی موهاتو رنگ میکنی، اینجا تو رفتی زهر مار زدی که چروک نباشه، ابروهاتو مثل مریخیا اینجوری کردی، چشاتو اینجوری کردی، چشاتو موجه مصنوعی میذاری که وقتی این میره بالا و میاد پایین، یه خانم ایرانی اومد تو جادجودی وقتی این میمد پایین، من نگاه کردم الان خانم سرش میفته زمین، دختر جوان خوشگه. خب رسیدیم به کجا؟ فعلا رسیدیم به موجه و چشم و ابرو و سر و پیشونی، میای پایینتر دماغ که ماشاءالله اینجوری از 100 متری سوراخش پیداست. خب میرسیم به لب، لبا هم که همه شدن ماهی، اون وقت این میاد آگهی میزنه میگه من به دنبال یک آقایی میگردم که هم صادق باشه هم خودش باشه. خب خانم تا هیچ چیت خودت نیست، حالا ما دیگه پایین تر نمیریم، سینه مصنوعی، قنبل مصنوعی، نمیدونم فلان، اینا رو میگو. خب من قبول دارم و هیچ فرقی با دیگر 80 میلیون و شما ندارم. شما قبول داری؟ آقا فارسی بلدی بخونی؟ کارمون خیلی خرابه. کارمون یعنی چی؟ یعنی من، شما و دیگران. پس من قبول دارم دیگه، این سوال نباید بپرسی. در صد اگه خواستی برنامه بذار، و نرخای ما دوستان از سال 2006 تا حالا بالا نرفته. واقعا اون روز یه آگهی دیدم، فکر کنم مال مکدونالد بود، میگفت که مثلا منیو خوراک چی ولیو میل 6 دلار خورده 7 دلار. یادم من وقتی اومدم آمریکا، اون تازه مثل که این ولیو میل شروع شده بود که اگر 3 تا چی اوردر میدادی، نوشابه و ساندویچ و فرنچ فرایز یا اون هش براون یا هش پاپی هر چی بهش میگن نمیدونم، یکیش مجانی میشد، و چون یکی مجانی میشد اون هم میشد 1.99. اگه تک تک میخواستی بخری میشد 2.99. الان دو برابر هم بیشتر شده، تازه آگهی میذاره. یا دیدم روی اتوبوسی
نوشته بود که قیمت هرکاتری هنوز هم نمیدونم اون موقع 18 دلار خورده بود که من دیدم، 18 دلار است. آقا وقتی من اومدم آمریکا 6 دلار بود، سه برابر شده. تنها چیزی که نرخش ثابت مونده ما هستیم. خب اون ویدیو رو که نتونستیم پیدا کنیم، ببینیم این ویدیوی 13 بدر رو میتونیم برای شما پیدا کنیم، براتون پخش کنیم، ما یک نفسی بکشیم. این دلیلش اینه که دوستان وقتی برای ما چی میفرسن نمینویسن که توی موضوعش به اصطلاح نمینویسن 13 بدر یا رابطه 13 بدر با جشن پوریم. خب عقل بشر ادامه سیل در شهرها عکس 3 4 1 2. خدای ما این رو کجا فرستادیم که نمیتونیم پیداش کنیم؟ ما خانه به دوشان، مقصود از سید این است. آه این دوست ما یه سیدی که عرب هست، گویا توی میدلیست که بوده اون موقع میگفته عیسی حرومزاده است و چنین و چنان، حالا آمده آمریکا، بعد مسیحی شده و گویا اینجوری که این دوستون میگه، میگه ایشون جاسوس آمریکا بوده. گفتم والا من نمیدونم. خب بذار ببینیم این چیه. آها دفعه دیگه نباید بگم چی میخوام بهتون نشون بدم که اینجوری اعصابم خرد میشه و گیر میفتم، باید هر کی رسیدم دیدم اونو نشون بدم. این دوست ما میگه هر چی بگم که ما همه چیز را ارسی به دست میاریم و ابتکاری از خود نداشته ایم شاید شما قبول نکنید. از آقا خان محلاتی که لقب خانی را از قاجار گرفت چون مادرش دختر امیرالسلطان داماد فتحعلی شاه بود و خودش رهبر طایفه اسماعیلی ها و مقدس و مورد پرستش، خبرنگاری فرانسه از او پرسید آیا شما خودت را مقدس میدانی؟ جواب داد بهتر از آن گاف ها هستم. منظورش این گاف ها بوده. بذارید ببینیم که چی میگن این گاف ها. یک لحظه ویدیو رو براتون بیارم اینجا. خب البته در نگاه اول شما گاوی نمیبینید. اون وقتا بود یه جوکی میگو پیدا کنید پرتغال فروش را، پیدا کنید نمیدونم فلان. حالا شما پیدا کنید گاو را. بفرم این گاوه با پول و اینها که گذاشتن روش دیگه قابل دیدن نیست. اجازه بدین این گاوه، این گوششو، چشمشو، دهنشو، دماغشو همینجور هم داره نشخار میکنه، نشوندنش با بندم بستنش و مردم دارن پول میذارن روش. اون کسی که ما هیو داد میزنیم آقا فیلم برداری ها رو از این وری انجام بدید، اگر فیلم برداری رو از این وری انجام میداد این گاو و بعدم مردم اینا رو همه رو نشون میداد. ولی متاسفانه میگم این اینستاگرام آمده و خود اینستاگرام به مردم میگه که از این وری فیلم برداری کنید. ما که حریف اینستاگرام نمیشیم. آقای خوشنودی خوش آمدید، میگه که من اولی که آمدم فکر کردم پنجره خانه پدری نوریزاده است. در این مورد من صحبت کردم اول برنامه، بعدن برگردی نگاه کنی متوجه میشی. و اما باز یه مزه میپرونه خیلی جالبه، میگی باید دید صاحب این گاو کیه که اینقدر مردم میان بهش پول میدن. کیه؟ معمولا اونها یه ملای مالی دین دیگه است. خب در عربستان شیخ ها را میفرستادن در زندان تا برای زندانیان موعظه کنن، وعظ بگن، روزه بخونن. حالا عوض شده، الان به جاش خواننده ها رو میفرستن. البته این فیلم رو وقتی من دیدم گفتم برای ما که عربی نمیفهمیم این فرقی با خوندن قرآن و موعظه و اینها نداره، ولی این روشی که زندان ها رو دارن، ببینید اینجا به زندان ها میگن correction facility، یعنی جایی که امکاناتی رو در اختیار اینها میذارن تا اینها تصحیح بشن. الان دیدن درست نیست، طرف آفتاب دوز میره
ماشین دوز برمیگرده. اینجا هم دارن روششون عوض میکنن، تو آمریکا هم از این کارا میکنن، ولی این کارا رو مثل که تو اروپا بیشتر انجام میدادن، حالا اگر توی عربستان سعودی هم عرب کشورهای عربی انجام میدن، خب این تقلیدیه که تقلید خوبه و امیدواریم جواب خوبم بده. این نشون میده که با این گولف کارت یا این ماشینای برقی دارن حاج آقا رو میارن توی زندان. این آقا هم هوا بردیه، کلا بره داره، تو شیراز بودن کلا بره، ما بودن چه میگن کلا بره. این هم زندانی ها، ماچ و بوسه این آقای خواننده رو. بله دیگه میاد اینجا و اونایی هم که یه ته صدایی دارن براش تمرین میکنن و این هم بهشون میگه که چجوری بهتر بخونین، یا تشویقشون میکنه یا بهشون میگه که مثلا اینجوری اینها. بله ولی اون موعظه چه فایده داره؟ مردی که میاد یه چیزی میگه، یه پولی هم میگیره میره و اینا همون کسن. همش کار مرد هاست. بذارید من این رو ببینم. بله آها، یادتونه یه ویدیویی آقای شاه با فره نشسته بود با این خانم که خیلی معروف بود، بگید اسمش رو، الان پیر شده ولی بازم ول نمیکنه، با این مصاحبه میکرد و شاه گفت که شما میدونید بهترین خیاط ها مرد ها هستن، بهترین آشپز ها مرد ها هستن، بهترین سیاست مدار ها مرد ها هستن و اینها. بعد خانمه گفت که خب آقا شما این خانم تو به عنوان نایب السلطنه معرفی کردی، یعنی چی؟ یعنی قبولش نداری؟ خب قبول نداری یه مردی میذاشتی که شاه میگه من ترجیح میدم چیزی نگم، میترسه از چیزی گفت شب دیگه فرار راش نده. اولیانا فالانچی نه عزیز من، نه این خانم مصاحبه هست، حتما ببینش که فرار توش گریه میکنه. مصاحبه عجب، این اسما یادمون میره، خانم آمریکاییه که اینجا تو 60 مینیت و اینا بود، توی شو ویو بود. خلاصه و فرهم نشسته اونجا، بعد که شاه میگه من ترجیح میدم چیزی نگم، این خانمه رو میکنه به فره میگه خب شاه بانو شما چی میگی؟ خانم فره چون میدونسته چجوری میخواد پدر شاه رو در بیاره، ولی این حرفی که شاه زده بهش بی احترامی بوده و اشکش در اومده، سرش میکنه بالا که اشکش از چشماش نریزه. برید این ویدیو رو پیدا کنید ببینید، لینکشو برای من پیدا کن بفرست. بعد حالا برمیگردیم به این حرف شاه که بعضی کارها مردا بهترن برای که خانمها نیومدن، وقتی که خانم ها بیان شروع کنن مردها رو کنار میزنن. یکی از اونها رقصه و شما دیدید مثلا آقای محمد خردادیان شده استاد رقصه، خب خانم ها میرقصن، ولی مثلا اگه جمیله میاد دیگه خردادیان باید کاسکوزه رو جمع کنه بره. ببینید حالا اینم بد نیست، ببینید چی بسه. خب این بنده خدا یه جورایی زن بوده یا میخواسته زن بشه، حالا مینی هم راه رفتنش هم ادا و اطفارش، اینم به حساب آقایون نذارید که همه کارا رو آقایون بهتر انجام میدن، همش کار مرد هاست. بله این شیخی هم که این دوستمون گفته این توی برنامه های مراکشی است که توی این برنامه
تلویزیون مراکش که مسیحی ها ازش دعوت کردن، اونجا میگه که عیسی یا همون حضرت عیسی خودمون جیزس هسوس میگه حرومزاده است. بذارید من عکس این آقا رو بهتون نشون بدم. بله تقول قرآن خرافه اینها، اجازه بدید. ولی اینجا میگه قرآن خرافه، حالا نمیدونم تو این بوده میگه جیزس فلانه، ولی گویا اینم آمده آمریکا و مسیحی شده. اینم برای دوستانی که میخوان بیان آمریکا یادتون باشه مسیحی بشید. اون شعر علی کنکوری بود، گفت تا بگی نه پشت کنکور میمونی مسیحی بشی و از درا بازتر میشه برد، یا باز میشه اگه بسته باشه. این آقاست، من ایشون رو ندیدم ولی گفتم به این دوستمون، خب اینا ذاتشون همون مثل حیوانای آفتاب پرست هست، و بهش گفتم اتفاقا من یه ویدیوی از این آقا دارم بدون لباس روحانیت برات میفرستم، براش فرستادم، مال کمیلیان. اینجا به آفتاب پرست میگن کمیلیان. بزنید کمیلیان ویدیوشو نگاه کنید ببینید واقعا چجوری، طرف عینک میذاره آبی جلوش، این دست میذاره رو عینک آبی میشه، عینک سبز میذاره میاد دست میذاره رو عینک سبز سبز میشه، میره رو درخت رو رو چیز درخت که شاخه درخت که راه میره قهوه‌ای رنگ چوب، همچنین که میره روی برگ سبز میشه. اصلا شما به من بگو این چه سیستمی داره که رنگا رو اینجوری میتونه بشناسه؟ بذار من یه چیز راجع به رنگ بهتون بگم. این رنگ رو شما نگاه کنید، الان اون چیزی که شما میبینید حقیقتا این نیست که من اینجا دارم. اینجا یک رنگ بسیار زیبای شیرازی ها به این میگن سوسنی، پرپل، گلخاری هم میگفتن، یادم رفته ترونی ها چی میگن، و مشکی و اینها. بعد حالا بذارید من اگه چراغ رو خاموش کنم ببینید چی میشه، ببینید اصلا چه رنگی شد، آبی شد. همین پشت ببینید چه افتضاحی شد، پنجره خانه پدری، خانه پدری اجاره نداد اومد عوضی. این تغییر نور یا تأثیر نور، خوشنودی یک کامپیوتر خیلی خوب دارم، یه مشتری برام پیدا کن، به اصطلاح دل هست، با دل 8700 با یک ویدیو کارت خوبم داخلش هست و میتونم یه پروگرام $1000 رو مجانی بذارم داخلش. وید بلاستر، وید بلاستر میدون چیه؟ بذار بهت نشون بدم، قبلا گفتم تو برنامه ها ولی بذارید نشون بدم ببینم با این کامرای 3 میتونم از خودش عکس بگیرم براتون بفرستم. سلیکت ایریا اینه که من گهگاهی نگاه این ور میکنم، کجا باید بره حالا این نمیدونم چجوری، یا در صورت بزن وید بلستر مجانیشو میتونی استفاده کنی با واترمارک، بعد اگه خواستی ما چون نمایندشو داریم، اینا به ما چند تا دادن با آی پی که میتونیم بهت بدیم، و اون صدتاییشو که $1000 من به دوستان ایرانی دادم رفته و به اصطلاح اونا ازش استفاده میکنن، خیلی راحتن. این برای میکس و برای آدیو و ویدیوی میکس و دیگه چی؟ صدا و ضبط کردن و ریکوردینگ و استریمینگ، یعنی سنگ تمومه، همه چی داره. خب این آقای چیز که رابطه با ما نداشت، این روحانی و فلان، ما خانه به دوشان، یادتونه اون روز یه ویدیوی من بهتون نشون دادم که اونم شروع کرد کار نکردن توی فیسبوک، و گفتم این احمقا اومدن وایسادن توی آب نوحه میخونن، و این نوحه خونا مدایان جدیدن، میدونید که خیلی وضعشون خوبه، از خوانندگان عروسی و اینها بیشتر پول میگیرن، و بعد یه مش آدمای لات و جلنباری هم هستن که بر باربارا والتر، خیلی ممنون، خیلی ممنون آقای فرخ، مرسی. باربارا والتر had video with شا انفره، همینو اگر کما کلیک کنی لینکشو بذاری اینجا دوستان دیگه ببینن، من از شما ممنون میشم. و اینم بابا هی نگید به فرخ چیز نکن، ببین چجوری این یک به اصطلاح پرودوسر کمک میکنه، چون میدونید برنامه ها بعضیا یه پرودوسر اصلی هستن که فکر مال اونه، بهش میگن اگزیکیتیو پرودوسر، بعد چند تا تهیه کننده جنبی هستن که اونا کارهای دیگر انجام میدن. ممنونم. این اون نوحه‌ای رو که اونا خوندن و ویدیویی که درست کردن، ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم،
این هر کسی این کاریکاتور کشیده خیلی قشنگ کشیده، برای که مردم از بین رفتن. اون زیر حتی داره نشون میده که اینا حباب از دهنشون میاد، یعنی هنوز زنده هستن، ولی شما پا گذاشتید روی مردم که این هیکل قناستون از آب بیرون باشه و بتونید هنوز نفس بکشید. من دارم فکر میکنم که چجوری اون تصویر رو بذارم روی این بذارم. آها اینه وید بلاستر، اینه. میبینی من حدود 30 تا اینجا میگن ماجول، نمیدونم تو ایران به همش میگفتن مانیتور. 30 تا مانیتور مختلف دارم الان اینجا، تا 99 یا تا 100 تا شما میتونی داشته باشی و هست تو استودیوها. وقتی من میرم اون وقت میبینی سویچر داره، الان مثلا اینجوری میزنم ببین روی این بک اند فورد، ببین عوض میکنه با یک کلیک، ببینی این کلیک. این تایمر داره، رو تایمر که میذاری همون که اوتوماتیک میاد 10 ثانیه 10 ثانیه میچرخه، حاصل اینه که حالا یادم اومد 5 و 6 هم روشن کنم. اون وقتا میگفتن عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. حالا این مجید عدوی ما نیست، ولی وقتی میاد بالاخره ما هر کدوم از دوستان که میان یه چیزی بالاخره میگن یا یه چیزی مینویسن که ما در اون مورد یا اون موارد بتونیم صحبت کنیم. خب من میرم کنار که شما این پنجره رو بیشتر ببینید، بهتر ببینید، یاد خانه پدریتون بیافتید و یاد ایران، یاد مردمی که الان بعد از سیل احتیاج به کمک دارن. و توی این هین و وین یا این دمین وین میایم این نوار دوستمون رو هم، برنامه عقل بشر رو برای شما پخش میکنیم. کجاست عقل بشر؟ شماره چند هست؟ بله ببینیم، صدای عقل بشر 95. من فکر کنم از 95 باید بیشتر رفته باشیم. حالا ببینیم، شاید من اشتباه میکنم. با هم میشنویم. سلام خدمت یکایک شما. هفته گذشته کمی حاشیه رفته و گفتار ملال آور اقتصاد را کنار گذاشتم. امروز به اقتصاد ادامه داده و به یک توهم و خیال و یا یک زنجیر پست و حقیر که انسان بر خود انداخته بیشتر آشنا می شویم. با استفاده کم از معدن طلا در صنعتی سودمند برای انسان، این معدن را دستک قرار داده اند تا عقل نااندیش را به سادگی زیر تسلط زورگویان قرار دهند. طلا را فرعون ارزش نهاد و نسل‌های بعد آن را پول و پشتوانه‌اش قرار دادند. چرا طلا؟ آیا میشد معدنی دیگر یا چیز دیگری را پشتوانه پول قرار داد؟ آری میشد. این معدن را دستک قرار دادند تا عقل نااندیش را به سادگی زیر تسلط زورگویان نگه دارند. همینطور که طلا را فرعون ارزش نهاد و آن را به بیشعوری نسل‌های بعد فرو کرد، میشد هر چیز دیگری را خوب و خوش و گران تشخیص و به آن ارزش داد و در درون مغزها انبارید. فرعون خواست و کرد، بدون تردید مردم بربار قبول و مانند دیگر مسائل فرعونی پرستشش کردند. کشورها برای چاپ پولی که در دنیا اعتبار داشته باشد باید طلا بذخیرند. مالکیت این معدن زر به طرزی بین المللی ثبت شده و پول کشورهای اعتبار بین المللی یافته است. یک مثال حقیقی از تاریخ پول را برایتان می شرحم. خودتان تجزیه و تحلیل و از آن نتیجه گیرید. در نیمه دهه دوم قرن بیستم، عراق که پس از جنگ جهانی اول و به علت قیام مردمش اولین کشور عربی استقلال یافته بود، می بایست برای خودش پول می داشت. نخستین وزیر دارایی که وزارت مالیه خوانده میشد یک کلیمی از شهر موسل بود به نام حزقل ساسون. هنگام نوشتن اساسنامه پول چاپی اصرار کرد دینار عراق که معادل 1 پوند استعمار بریتانیا در نظر گرفته شده بود، ارزشش معادل طلای واحد پول انگلستان و نه کاغذ چاپ شده اش به ثبت برسد. با این دانش اقتصادی و اوضاع پول در دنیا و پیشبینی، دینار عراق بر پایه و اصولی بانکی
نهاده و ثبت شد که از دید بین المللی گرانبها رسمیت می‌یافت. در جنگ جهانی دوم انگلستان درگیر بود، ارزش پوند افت کرد، به علت پشتوانه طلا دینار عراق ارزشش کاسته نشد. طلای پشتوانه اسکناس عراق در انبارهای انگلستان ذخیره شده بود. درباره این موضوع کسی سخن نمی گفت. کودتای نظامی سال 1958 اتفاق افتاد و نظامیان با ادعاهای ملی‌گرایی بر سر کار آمدند. هرگاه می‌خواستند اسکناس چاپ کنند، می‌بایست طلا را تهیه و یا خریده و به انبار انگلستان فرستاده و آن کشور در برابرش برایشان اسکناس چاپ و بفرستند. عملاً انگلستان طلا را در دفترهای خود به مالکیت عراق می‌نوشت. در جا به جایی طلا اتفاقی نمی افتاد. بعد هم کاغذی چاپ می کرد و در درجه اول ملت عراق و سپس دیگر مردم را شیفته می نمود. آیا این کار یک نوع بازی با بی عقلان نبود و نیست؟ یا می توان آن را دستک کردن یک خیال بافی محض دانست؟ ساختمان قرص و محکم بانک مرکزی عراق با زیرزمینی بزرگ ساخته شد و رهبران عراق تصمیم گرفتن شمش‌های طلای خود را از انگلستان به بغداد منتقل کنند. این کار صورت گرفت. در تاریخ بزرگترین انتقال طلا نامیده شده. پس از گذشت 44 سال این شمش‌ها را سربازان آمریکایی ربوده و بدون اینکه درک کنند با بردگی کورکورانه به دزدی اقدام می‌کنند، طلا و ارز ربوده شده را به کشورشان بردند تا در میان دزدان واشنگتن تقسیم شود. اگر یکی از بینندگان و یا شنوندگان محترم تهمت دزدی را رد می‌کنند، لطفاً پیش قدم شده و سند ثبت طلا و ارز ربوده شده از عراق را در وزارت دارایی آمریکا یا هر سازمان دولتی دیگر یافته و به ما نشان دهند. این جریان دلیلی است اضافی که چوپانان همه گله را قربانی هوا و هوس خود می کنند. این چوپان هو خشتره باشد یا رضا شاه دوم یا مقیم کاخ سفید، فرق نمی کنند. مردم گله آفریده شده اند تا چوپانان آنان را رهبری و بنا به خواست خود قربانی کنند. از طرف دیگر اگر داشتن طلا به اسکناس و پول کشور اعتبار می‌دهد، چرا پس از درگیری صدام با آمریکا ارزش دینار عراق مرتبا کاسته شد؟ این پول پشتوانه طلا داشت. دلار چنین پشتوانه‌ای ندارد. چرا پول بی پشتوانه ارزشش را می نگه دارد و پولی با پشتوانه طلا چاپ شده بر پایه اصول بانکی و بین‌المللی بی ارزش می شود؟ توان قیمت طلا کجا شد؟ یا به کجا رفت؟ طلا قیمتش بین‌المللی است. چرا طلا در انبار آمریکا و انگلستان ارزش دارد و در انبار یک کشور ضعیف ارزشش را می بازد؟ مسئله قابل توجه این است که گوسفندهای گله با آنکه ادعای دانش و فهم می‌کنند، توان درک بره بودن خود را ندارند. باز می تکرارم، سیستمی که انسان بر این کره نهاده به او اجازه نمی‌دهد که از تنگنای عقل که چوپان در آن زندانیش کرده خارج شود. اگر خارج شد، سرکشی آغاز می‌نماید. با ساخت هر نوع تهمت او را از میان برمی‌دارند. ساختن هر نوع تهمت قابل مجازات بسیار ساده است. قبلا با یک جمله خلیفه و پادشاه تهمت غیر قابل انکار می شد. امروز توسط دادستان خلیفه، پادشاه و رهبر دنیا این تهمت می روید. در جلسه ای از سازمان ملل مطرح می شود. موافقت و یا مخالفت دیگر کشورها در اجرای هدف زورگو تغییری نمی دهد. حکمران دنیا، یعنی کسی که دلار آمریکا و همردیفانش را چاپ و ارزشش را تعیین می کند، آن را در دست دارد و بر اساسش بر دنیا مسلط است. برنامه نابودی سرکش و خارج شده از گله را طرح و عملی می سازد. به دنیای خیالی و توهم که انسان ساخته بازگردیم. چرا دلار که پشتوانه طلا ندارد هنوز پول عمده دنیا؟ مگر نه اینکه یک کاغذ است و بر آن نقش‌های چاپ کردن؟ خب چرا همین کاغذ با نقش‌های دیگر کشورها که بر اساس اصول بانک‌ها پشتوانه طلا دارد هر روز بی‌اعتبار می‌شود؟
چه فرقی میان این دو کاغذ هست که بی پشتوانه اش بر جایش ایستاده و با پشتوانه اش عقب گرد می رود؟ کدام نیرو ارزش روزانه پول را در سطح بین المللی می تعیند؟ این زور است که در پشت دلار ایستاده و به آن خونگرمی و حرارت و اعتبار می دهد. برای روشن شدن این وضعیت تصور کنید که ایران همان توان نظامی آمریکا را داشت، یعنی می توانست در هر لحظه کشوری را محاصره نظامی و اقتصادی کند، در سرنوشت و زندگی روزانه ملل دخالت داشته باشد. آیا کشورهای دیگر جرأت داشتند که پولش را بی ارزش کنند؟ در دنیای امروز این نیروی نظامی آمریکاست که پشتوانه دلار شده. آیا این وضع ادامه خواهد داشت؟ یا به عمق موضوع اشاره کرده و بپرسیم توهم نیرومند بودن کاغذ چاپ شده در بانک خصوصی فدرال آمریکا تا چه زمانی سند و پول معتبر جهان بشر خواهد بود؟ این توهم و علاقه به انباشتن دلار تا وقتی ادامه دارد که آمریکا افروختن جنگ را در دنیا در توان داشته باشد، به کشورهای مختلف سلاح بفروشد و با تحریک گروه‌ها و دولت‌ها در دنیا جنگ بیافریند. تا وقتی این وضع ادامه خواهد داشت که مزدورانی خود فروخته بر روی این کره باشند و برای این کاغذ رنگی آماده، ملت خود را و همه اصول انسانی را قربانی می کنند. جمله تکراری عبدالرحمن ابن خلدون مؤسس دانش اجتماع شناسی را می تکرارم: ادامه حال محال است، ادامه الحال من المحال. مردم تغییر می کنند. ملت آمریکا این ملت پیشین نیست که برای گسترش عدالت و بهانه از بین بردن دیکتاتورهای دنیا قربانی بدهند. امروز در آمریکا پست‌ترین کارها و رفتارها روزانه شده. پرستش پول همه معیارهای اخلاقی را زیر پا گذاشته. پلیس که مسئول دادگستری و اجرایش میباشد به یک اهرم تحقیر و ذلت مردم در آمده. هر روز از فساد در دستگاه‌های دولتی پرده برمی‌دارند. آیا گسترش فساد و افتضاحش وضع را می‌بهبودد؟ عموم مردم برای تهیه نیازمندی‌های روزانه چنان مشغولند که وقت تشریح اوضاع خود را ندارند. هر روز بیشتر از گذشته معیارهای اخلاقی و دینی ساخت انسان در صفحه‌های کتاب‌ها مانده و از جلدش خارج نمی‌شود. در تاریخ پستی و سرازیری اجتماعی و یا دورانی می‌خوانیم. آنچه برای ما نشرحیده اند این است که چرا اجتماع و ملت خاری و ذلت خود را درک نمی کرده و نمی کنند. چرا اکثریت نمی دانند که در پستی به سر می برند و یا سرنوشتشان به پستی می رود. عدم تشخیص عموم و توجه اکثریت به یک سوروی از صفتهای گله است. فقط دیگر اندیشان به عمق حقیقت پی می برند. منتقدین اوضاع و سیاست آمریکا در این کشور محدودند و شنونده هایشان بسیار کم. عموماً انسان خواهان شنیدن و دانستن مسائلی است که باورهای بیشعوریش را تأکید می کند. از دانستن حقیقت و روبرو شدن با آن فراری است. مایل است آن چه را می داند و باور دارد از دیگران تکراری بشنود. تکرارش مهم نیست، بی ارزشی و بی اهمیتیش را نمی شناسد. از دانستن مسئله خلاف اطلاعات انباشته در بیشعوری فرار می کند. تاریخ 50 سال اخیر ایران بهترین مدرسه ایست که این وضع از عقل و شر را به روشنی نشان می دهد. غرق شدن شاه در خودبینی پس از کنار زدن همه کاردانان و سیاستمداران با تجربه. برنامه تاجگذاری، پول بی زحمت به دست آوردن، برگزاری جشن های 2500 ساله، کوچک کردن مخالفت ها و مخالفین و عدم تشخیص اشتباه ها و درک واقعیت که در ملکه و ولیعهد سابق تا حال ادامه دارد دلیل این تکروی عقل است. همین حالت شاه امروز در حکمرانان جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای ستم روا ادامه دارد. حکمرانان تازه بر سر کار آمده که در برکناری قبلی و تشخیص اشتباهاش دست داشتند، وقتی به خودشان میرسد توان عقلیشان متوقف گشته و چون پیشین برای اشتباهای خود و صحیح قلم داد کردنش منطق و بهانه می تراشند.
با نافهمی در کسب رضایت روان بیمار خود غوطه‌ور می‌شوند. حکمرانان مخفی و ظاهر آمریکا که از دیگر نافهمان ستمگر دنیا تفاوتی ندارند، آنان هم همین انسانند و عقلشان خارج از ارادشان فعالیت می‌کند. در تصورند تا فرا رسیدن آخرت در اوج قدرت باقی خواهند ماند. هر ملت و هر زمینی را که خواستند می توانند نابود و اشغال و به هر کسی که خواستند ببخشند. یکی از اصلهای غیر قابل انکار این است که هر چیزی هنگام پیدایش نابودی خود را همراه دارد. نوزاد با گذشت زمان هر روز یک روز زودتر به پایان خود می نزدیکد. حقیقت تغییر همیشگی و مداوم انسان را چوپانان مردم درک نمی کنند. مانند همه انسان ها پس از سرنگونی و بیچارگی می فهمند که هیچ چیزی جاویدان نیست. آمریکا خارج از این فرمول تاریخ نیست. امروز این کشور مانند دیروزش نمی باشد. مانند انسان کشور همواره تغییر می کند. نیروی مخالف وقتی می پیداید که نیروی ستمگر در استفاده از زور پافشاری می کند. برای مثال حزب الله لبنان را می شرحم. جنوب لبنان در تنگ دستی و عقب افتادگی روزگارها را گذرانده بود. دولت مردان لبنان آنان را گله خود می دانستند. نمایندگانش در پارلمان هیچ کاری برایشان نمی کردند. جوانانشان برای کار به بیروت می آمدند. خرابی های پایتخت خانه هایشان می شد. تنها کاری که می توانستند بیابند واکزنی و رفتگری و روزنامه فروشی در خیابان بود. اسرائیل هرگاه میخواست به جنوب لبنان لشکر میکشید، میکشت و خراب میکرد و باز میگشت. هیچ نیروی در لبنان توان روبرو شدن با اسرائیل را نداشت. هنگام حمله به جنوب اوضاع بیروت و شمال لبنان تغییری نمیکرد. گویی که نیروی اشغالگر به کشورشان حمله نکرده. کاباره‌ها و سینماها و فعالیت مردم به طور معمولی ادامه داشت. این وضع یکی از نتیجه‌های مزدوری حکمرانی ملوک و طوایفی است که در گفتار پیشین درباره اش سخن گفتم. مردم جنوب لبنان با توسل و سوگری به اصول عقیده آسمانی یعنی غیبی وسیله دیگری در اختیار نداشتند. در سال 1980 اسرائیلی ها هنگام حمله به جنوب لبنان جوانان را در حال غمزنی روز عاشورا دیدند. یکی از مفسرین اخبار اسرائیل گفت اینان چنین بر سر خود شمشیر میزنند، اگر ما به دستشان بیفتیم بر سر ما چه میزنند. حکمرانان اسرائیل مانند دیگر همردیفان زمان و تاریخ خواهان شنیدن این اخطار نبودند. در ایران انقلابی اتفاق افتاد که رهبران شیعه‌گری را به قدرت رساندند. به مردم جنوب لبنان از هر جهت کمک کردند. ایران و رهبرانش را نیروی غیبی و فرستاده آسمان شمردند. حال ممکن است شما این کمک را بخشش ثروت ملت ایران بدانید. اگر اینطور می‌اندیشید از پخش و بخشش لشکرکشی‌های کوروش و دیگر پادشاهان اشغال کننده دیگر سرزمین ها و استعمارگر ایرانی دفاع نکنید. وارو افتخار ملی ننامید. آره، مردم جنوب لبنان برای نخستین بار در تاریخ نوین برای خود اعتبار یافتند. ستم داخلی و جنگ افروزی اسرائیل و اشغال لبنان سبب شد که اعتبار شیعیان لبنان و اعتماد به خیش رشد کند. برای اولین بار در تاریخ جنگ عرب ها با اسرائیل مردم جنوب لبنان با آخرین استعمار مستقیم در دنیای امروز یک پیروزی غیر قابل انکار را ثبت کردند. در جنگ 1967 6 ارتش کشوری عرب از اسرائیل شکست خوردند. پیروزی حزب الله بر اشغالگر به علت ظلم اسرائیل و عدم درک محدودیت خود تحقق یافت. نیروی حزب الله افزون شد. کارشناسان نظامی اسرائیل پیش بینی می‌کنند در جنگ آینده با حزب الله بر همه مساحت فلسطین اشغال شده در هر ساعت 150 موشک پرتاب خواهد شد. جنگنده های اسرائیل که ماهرترین در دنیا هستند با موشک های تا کنون به کار نگرفته شده حزب الله بر لبنان سرنگون خواهند گشت. حزب الله
نیرومندترین گروه سیاسی و با توانترین نیروی نظامی عرب شده. علت این تغییر از ناتوانی به توانی همان ظلم و ستمی است که اسرائیل به کار گرفته و میگیرد و رواکنندگانش برای خود حدود و مرزی نشناختند. وضع حزب الله را برای مثال بیان نمودم. این یک وضع تکراری از تاریخ انسان است. این حقیقت را افرادی مانند پرویز ثابتی و همکارانش تا حال درک نکردند. اعتراف نمی کنند که نشناختن حدود و مرزی برای ستم و نادانی از طبیعت انسان و عکس العمل و تغییرش بزرگترین عامل قیام ملت ایران و انقلابش بود که نگهبانان امنیت شاه به علت نادانی برایش ساختند و پختند. در گذشته ایران و سپس یونان جهانگیری را آغاز کردند. پرتغالی ها و بلژیکی ها و نروژی ها و فرانسوی ها و اسپانی ها و انگلیسی ها دنیای قرن 18 و 19 را اداره می کردند. همشان به طرزی پایان یافتند. آمریکا که اکنون 98 پایگاه دور دنیا دارد همین سرنوشت را خواهد داشت. تکرار تاریخ انسان بر این کره حتمی و غیر قابل انکار است. در گفتار آینده پیش بینی های پایانی نیروی دلار را بررسی خواهیم کرد. تا هفته آینده برای شما بهترین را نیایش می کنم. شاد و خرسند و پیروز باشید. خب بسیار ممنون از این دوستمون از خلیج فارس. من یک پیشنهادی دارم به شما، چون میبینم که برای برنامهاتون زحمت میکشین، میخوام برنامه ها بهتر باشه. گاهی وقتا شما وقتی جمله رو مینویسی بعد که میخوای بخونی، با وجودی که مال خودتونه، بالاخره آدم اشتباه میکنه، مکسشو اینجا به جای اونجا. این بهترین کار اینه که جمله ای رو که میخونید و توش اشکال پیدا میکنید برگردید از اول بخونید، نه اینکه ندونیم چی کار کنیم، ولش کنیم بریم بیننده یا شنونده حدس میزنه. این اشکالی که من تو رادیو تلویزیون های ایرانی میبینم، مثل که رو درواسی دارن. آقا من یه چیزی رو غلط گفتم، من یه چیزی رو اشتباه گفتم، خب برمیگردم درستش میگم. در صورت برنامه خیلی جالبی بود به نظر من. این رو روی یوتیوب دوستان میتونید دوباره نگاه کنید. تا یکی دو ساعت دیگه این برنامه ها میره روی یوتیوب. بایگانی ما یکی از بهترین، شاید بهترین بایگانی تلویزیون های ایرانی باشه. و همون جوری که در طی برنامه هم شما دیدید، من یک کلاهی رو گذاشتم اینجا که صدای ماوس رو خفه کنم. گفتم کاش که اینو به ثبت برسونم، بگم این دستکشی میسازیم بزنید رو ماوستون، که این ماوس حالا رفتیم ماوس وایرلس خریدیم، گفته که کوایت ولی چیک چیک میکنه. خلاصه اینجا نوشتم براتون که شما هم میتونید در طی برنامه، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و با دوستان بیننده و شنونده در تماس باشید. برنامه های آقای مینویی گل کرده و دوستان خیلی خوششون میاد از ایشون، از صحبت کردنشون. عقیده ایشون با من میتونم بگم 100% مخالفه، ولی من احترام خاصی برشون دارم، چون با گفتن داستان ها و اینها اون حالت معلم بودنشون، مدیر بودنشون، اینها رو دارن. حالا نتیجهش رو به اصطلاح من و شما میبینیم که وقتی یه نفر بوده سر کلاس، میتونه با افرادی که نشستن ارتباط برقرار کنه. آقای فرخان، من جواب OBS رو توی قسمت خصوصی دادم، یاد بگیریم چیزای خصوصی رو توی خصوصی سوال کنیم. OBS Open Broadcasting System یه همچی چیزی هست. Open Broadcasting که ویدیو برای شما میکس نمیکنه، که این برای گیمرها خوبه، اینا که بچه‌ها که گیم بازی میکنن، برای اونا خوب. اتفاقا خود من از OBS استفاده میکنم. الان شما الان چون گفتی بذار بهت نشون بدم. این OBS ما اینجا، یک لحظه، از OBS ما فقط برای وصل شدن به یوتیوب استفاده میکنیم. این از این. البته احتمالاً چیزهای دیگه داره، آپشنهای دیگه، گزینه‌های دیگه، میبینی که من چون تا تصویرم میاد همیشه پیکچرین پیکچرین پیکچر، مثل قانون فیزیک دوتا آینه موازی بی نهایت تصویر نشون میدن. این تا من عکس خودم رو میندازم یه لحظه میتونی ببینی، نگاه کن. بله ولی پیکچر این OBS. OBS کار شما رو انجام میده. اگه بخوای بشینی با OBS برنامه بذاری رو یوتیوب، رو فیسبوک، اینها خیلی هست. نمیدونم منی کم هست، اکس اسپلیت،
میتونم بگم 1,000,000، فکر کنم بی خود بگم، میتونم بگم 1,000 تا پروگرامه و هر کسی با هر کدومش کار میکنه میگه این بهترینه. من از 2003 تا حالا با این پروگرام ها کار کردم، نمیخوام بگم تجربه همشو دارم، ولی از هر کدومش کار کردم، اشتباه فلان اینا. اون چیزی که من میگم وید بلاستر، برو اصلا رو وبسایتشون وید بلاستر مجانی پروگرامر رو بردار کار کن، ولی وقتی خواستی بخری بهت میگه هفتایی میخوای نمیدونم $200، سیتایی میخوای اینقدر، صدتایی میخوای $1,000. ما اون صدتایی رو داریم. درود بر آقای مانی خورسندی، سلام بر ایشان. و یه آهنگی بود، حالا یه صدایی شما یه دفعه شنیدید، این آقای خوشنودی برای من یه ویدیوی فرستاد، من فکر کردم اون ویدیویی رو که من راجع به ایام پوریم، عید پوریم، عید کلیمی ها، سیزده بدر هست، و وقتی زدم روش یه دفعه این صدا آمد. اگه یه توضیح بنویسی مجید جان بهتره. الان من اینو میزنم، یه فیلم مال شاه و اینا بود، من نمیدونم چیه، احتمالا همون چیزی که گفتم باربارا والتر رو اینا، حتما نگاه کنید دوستان اگه ندیدید. مصاحبه شاه، یه چند تا مصاحبه خوب داره شاه، یکی با مایک والاس، یکی با اون دیوید فراست، و یکیش با همین باربارا والتر، بعد اوریانا فالاچی که اصلا ذات شاه رو نشون داد که این پشت این همه تظاهر چی هست. دیدی چان چی شکمشو میگیری تو اینجوری میکنه، بعض وقتا میگه ای نفس بکش، نفس کشیدن یادتون نره. یادتون باشه دوستان، یکی از راه‌های هیکل خوب شدن و اینها همینه که شکمتون رو بگیرین داخل. ماها که اینجوری شکم رو ول میکنیم از صبح تا از زیر این چی میگن پشت این میز و اینها، بعد هم همینجوری وای میسیم. ولی اگر شکمتون رو همیشه سعی کنید بگیرید، این بی خود نبوده. این حضرت محمد میگن سنگ میبسته با شال روی شکمش. خب کسی که میخواسته اینقدر زن بازی کنه مجبور بوده خوشتیپ خود بمونه حتما. در صورت شکمتون رو ماهیچه هاشو اگه بگیرید ببخشید، حتی میگن باسنتون رو اگر ماهیچه ها رو تنگ بگیرید و خوب بگیرید خیلی مؤثره، کمک میکنه، هم بواسیر نمیگیرید، هم قنبل منبل و اینها همه تو گود شیپ میمونه. شکمتون هم یادتون باشه وقتی عضلات رو محکم و سفت بگیرید، این شکم همینجوری ول نمیده خودشو بیرون و اینها. اینم از این. قدیمی ها شال میبستن، یه شال هم داشتن، هنوز هم بعضی از کلمی ها میبندن، بعضی از ایرانی ها دیدم که اینایی که تو دهات هستن میبندن. قدیمی ها از زانو به پایین پاشون یه چیزی رو میبستن که وقتی از صبح تا شب میخوان تو مزرعه کار کنن و اینها، اون مسئله واریس و اینها نداشته باشن. بعضی وقتا چیزای اولد فشن و قدیمی بهتر از جدیده. خب یکی از محاسن این که من هی میگم تلویزیون مردم دیگرانم بیان برنامه بذارن اینه که یک یاری میشه. مثلا همین برنامه‌ای که از گفتار عقل بشر از خلیج فارس این دوستمون فرستاد، وقتی اینو فرستاد من رفتم تو تلفنم گفتم این که نمیشه، من یه ویدیویی رو دیده باشم گذاشته باشم که پخش کنم، حالا غیب شده باشه. رفتیم خلاصه ویدیوی غائب رو حاضر کردیم برای شما نشون میدم، ببینید و تحقیق کنید. اگر این آقا میگه تو کتاب تورات نوشته، آقای مصطفی زادم آمد گفت بله نوشته، همینجوری باور نکنید، برید تحقیق کنید و ببینید واقعا من درست میگم یا رضا پهلوی نادان درست میگه که میاد از یهودیا تشکرم میکنه که شما این جشن ایرانی رو میگیرید. احمق، یهودیا این جشن رو میگیرن به خاطر این که با دسیسه داخل حکومت ایران شدن، مثل حکومت بابات که خرش کردن گفتن جشن 2500 سالگی که بهش بگن شما احمقا از ما خیلی عقب افتاده تر هستید، ما 5000 سال خدمت داریم ولی شما 2500 سال، و پدرت هم با نادانی این کار رو انجام داد. البته افراد نادانی مثل شجاع‌الدین شفا که نه شجاع بود نه شفا میداد، اونها هم دخالت داشتن جشنهای 2500 سال و اینا، ایرانی ها رو ساقط کرد از این که تو تاریخ تو دنیا بگن ما 10000 سال قدمت داریم، 7000 سال قدمت داریم، ما از 5000 سال پیش آقا شراب میخوردیم، آبجو میخوردیم. در هر صورت این فیلم رو برای خودم فوروارد کردم از تلفن به اینجا، حالا بریم با هم ببینیم. این از این. و اما
نه یکی شب گفتار عقل بشر دوباره ایداد بیداد. نه 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 بذاری رو ایمیل جدید برای استغفرالله. استغفرالله رو به پارسی غلیظ چی بگیم؟ استغفرالله. خب آها پیداش کردم، تفسیر عید کلیمی ها ایشون گفته خیلی دقیق نیست. چرا؟ که من و شما بریم دنبالش، دقت کنیم، خودمون ببینیم چی دوست داریم. و باز این دوستمون چقدر قشنگ گفت، ماها همش دوست داریم چیزایی رو دوباره و سه باره و صد باره بشنویم که توش تأیید حرفامونه، تأکید حرفامونه، به به و چه چه هست. هیچ کس حتی خود من آقای سعید کاووسی دوست نداریم یه چیزی رو گوش بدیم که انقدر با ما مخالف باشه. من و این سعید دوستیم برای که دوتامون دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. چیزایی که میگیم نزدیک همه، یکم یکیمون بالا و پایین بگیم فشارخونا میزنه بالا. سیزده بدر ایرانی کشی، گوش کن. Capture select area، این از این، این از این، این از اینجا بیارمتون کامرای دو. بعدش هم راجع به این که چرا یه ویدیویی رو من اینجا میزنم کار نمیکنه ولی آقا فرخ میزنه کار میکنه. فرخ جان من نمیخوام به شما توهین کنم، نمیخوام بگم خدای نکرده من بیشتر از شما از لحاظ تکنیک ویدیو یا این کارهای اینترنتی بیشتر میدونم. شما به نظر میرسه نمیدونی. مثلا تو منطقه فارس سرچ، اینترنت، سرورایی که اونجا هست، اکسسایی که اونجا هست، ممکنه الان شما اکسس داری، من ندارم. این ماجرای سرور، ماجرای دسترسی اینترنت، ماجرای پینگ، ماجرای دانلود، ماجرای اپلود، برو بزن speedtest.org.net بعد ببین میگه که کجا میخوای وصل بشی. بهش بگو میخوام به بوستون وصل بشم، ببین چی میشه. بهش بگو میخوام وصل بشم به اروپا، ببین بهت چی میگه. بهش بگو وصل میخوام بشم به وینا، ببین چی میگه. عزیز برادر من که با شما دشمنی و پدرکشتگی ندارم، که دیدی که دارم میزنم ویدیوی ایشون پخش نمیشه، میرم روی فیسبوک ویدیوی ایشون پخش نمیشه. نشون میده این اینترنت سربی به یوتیوب، به سرور یوتیوب که در این منطقه کار میکنه، سرور یوتیوب ممکنه الان شلوغ باشه، اشکال داشته باشه، ولی از هم یاد میگیریم. من بعدم نمیاد منو چالش کنید، به چالش بکشید. خب بیا اینجا. Do you pay for Vidblaster X499 a year? It's good but too expensive for me. ما که آقا به شما گفتیم شما بیا این کامپیوتر رو بخر $250، $300، ما یه $1000 که رنت هم نمیخوای بدی بهت مجانی میدیم. نه خیر بنده رنت نمیدم، بنده چی میگن تو ایران، میگن نمایندگی فروش، نمایندگی فروش Vidblaster هستم در ویرجینیا. با ایرانی ها خیلی کار نمیکنم. اونایی که آمریکایی هستن میخوان برنامه بذارن، کنفرانس بذارن، ویدیو بذارن، من با اونا کار میکنم. اونا میفروشن، یعنی بهشون معرفی میکنم، وقتی میفروشم Vidblaster به من کامیشن میده. ولی به خود ما مثل دیلرها که 5 تا 4 تا ماشین میدنشون به عنوان دمو برن مایلاژ بذارن روش، به ما اینا رو داده. یکیشو دادم به اون تلویزیون ICC سینما ایران سینما، آقای حمید چی اسمش، خدایا یادمون رفت، بعد دو سه تا از ایرانیام گرفتن. اینه، حالا گوش کنید این فیلمو با هم. بعد از اینکه کوروش حمله کرد به بابل و یهودیا رو از اسارت به قول خودشون بابلی خارج کرد، اینا کم کم یه عده‌شون اومدن ایران و بعدهای نفوذ عجیب غریبی تو سیستم سیاسی ایران پیدا کرد، در حدی که در زمان خشایارشا هخامنشی یکی از مشاورای پادشاه کیه؟ یه فرد یهودی به نام مردخای. مردخای چی میگه؟ میگه حمله کن به یونان که یونانم بگیریم. اما این وسط زن پادشاه یک خانومی بوده به نام وشتی مخالفت میکنه، یا برای چی میخوای حمله کنی به یونان؟ ما اینقدر کشورمون بزرگه، همینم هم جمعش کنیم بعد کلامون رو بندازیم هوا. بعد این چون مزاحمت ایجاد میکنه و حتما مردخای میخواسته حمله ایران به یونان انجام بشه، خانم وشتی رو حذفش میکنه، یه جوری سرشون میکنن زیرا.
حتی در این وسط یه فرصت فوق‌العاده پیش میاد که یهودی‌ها نفوذشون رو توی سیستم سیاست هخامنشیان افزایش بدن. پادشاه نیاز به همسر داره، دستور میدن آقا برین سر تا سر ایران هر چی دختر خوشگل هست جمع کنید، بهتریناشون بیارید پادشاه یکیشون رو انتخاب کنید. و آقای مردخای یهودی یه خواهرزادهی داشته به نام هاداسا، چون اسم هاداسا زایی است که یک اسم عبری و یهودیه، اسمشو عوض میکنه میذاره استر و اینو قاطی اون دخترها میاره تو کاندیدای همسر پادشاه شدن. چیزی که از یهودیا برمیاد اینه که با استفاده از سحر و جادو تو بین اون همه دختر خوشگلی که آورده بودن برای پادشاه یه کاری میکنن، خشایارشا استر رو به عنوان همسر خودش انتخاب کنه. به هر حال استر میشه همسر خشایارشا. بعد حسن این چیه؟ این که با استفاده از استر و نفوذ و محبتی که داره روی خشایارشا هی فک فامیلای یهودیشونو میارن سر کار. یه شبکه عظیم یهودی تو بدنه سیاسی ایران درست میکنن. یه وزیر قدرتمندی داشته خشایارشا به نام هامان. این میبینه که رفتار و مشکوکه، انگار این آیا مردخای یه سری حرکات مشکوکی ازش سر میزنه. میفهمه که بله آقای مردخای چیه؟ یهودی. اما استر رو نمیفهمه. یه دفعه میاد جلوی استر به خشایارشا میگه که آقا این مردخای یهودیه، حواستو جمع کن بهش فلان. یا استر هم اونجا میفهمه، میره میذاره کف دست کی؟ عموش مردخای. بعد اینا میبینن که تنها راهشون اینه که هامان رو از سر راه بردارن. و هامان شامل چیه؟ هامان و اقوام وابسته. روز 13 فروردین به پادشاه عرق میخورونن، مست میشه و حکم قتل عام 77,000 ایرانی شامل 15 قوم، حکم قتل اینا رو میگیرن. برای همین روز 13 فروردین من و توی ایرانی میگیم چیه؟ 13 به در، میخوایم 13 رو در کنیم. یهودی ها جشنی دارن به نام پوریم، یکی از جشن های مقدسشونه. در روز عید پوریم حکم تلموده، هر یهودی باید انقدر شراب بخوره که فرق مرگ بر هامانو از درود بر مردخای تشخیص نده. اینا تو کتاب خود یهودی هاست، از خودم من در نیاوردم بگم، تو کتاب استرشون که یکی از کتابهای مقدس توی عهد عتیقه اومده. اینا تو کتاب استر میگه 80,000 ایرانی تازه. و حالا اصلا مهم نیست این سندیت تاریخی داره نداره، اما نکته اینجاست آقای یهودی، اگه این سندیت تاریخی داره، واقعا این قتل عام رو انجام دادی و تو کتاب خودتی نوشته شده، به چی افتخار میکنی؟ به قتل عام 80,000 ایرانی؟ عکس هامان و نون رو کیک و نون در میارن میذارن جلو بچه، میگن امروز بیوفت به جون این کیک. تو ذهنی بچه جا بیفته که بر از کی متنفر باشه. و حالا باید منو توی ایرانی حواسمون باشه، باید بدونیم که واقعا دشمن واقعی ما کیان، چه امروز و چه هزاران سال پیش. و جالبه آقای نتانیاهو هم میاد توییت میزنه تبریک میگه عید پوریم رو. اینا واقعیت هاییه که نمیخوان منو تو بفهمی. بله آقای نتانیاهو هیچی، این رضا یابو هم میاد اینجا جشن پوریم رو تبریک میگه. بعد اگر شما هم آمدی حقیقت رو گفتی، حالا یه دوست یهودی، یه دوست کلیمی بیاد به ما بگه که این داستان توی تورات و اینها اینجوریه چجوریه. ولی لازم هم نیست، چون همین نتانیاهو آمد اینجا در زمان اوباما کتاب استر رو داد به اوباما، راجع به ایرانی ها هم گفت ما یک بار زدیم دهن اینا رو سرویس کردیم ولی کار رو تموم نکردیم، باید بریم کار رو تموم کردیم. ببخشید من اینجا یه دفعه دیدم این درها رو همه رو باز کردیم. یادتون وقتا مدرسه که میرفتیم صبح سرد، بعدن دبیرستان که میمدیم دوباره چه افتضاح بودا، برای 2 ساعت میمدیم این همه را به خونه میرسیدیم، هنوز نرسیده باید سر خر کچ میکردیم میرفتیم، گرما سرما با این بدبختی ها برای یه نهاری به ما ندن تو دبیرستان. ما 7-8 صبح میرفتیم تا 12، بعد دوباره 2 میرفتیم تا 5 تا 4 هم چیز. ولی خب بعضی ها اونجا آقایی داریم آقای گلپا میگه که
تو مدرسه اینا بهشون چلو کباب دو تا کباب میدادن. گفتم والا من هنوز که هنوزه تو همین آمریکا که حالا کباباشم انقدی نیست مثل ایران، من یه چلو کباب تنها نمیتونم بخورم. یعنی اگه تنها برم یه چلو کباب که میخورم نصفشو میذارم میگم بذار باکس ببرم. و شما بچه بودی تو مدرسه تو دبستان یه برنج و دو تا کباب بهت میدادن میخوردی بچه هم میرفتی سر کلاس دوباره؟ من نمیدونم. اون دبستان ما که ما صبح میرفتیم تا ظهر، یه سری ظهر یک میمدن تا پنج، بعد به ما هم پنج زار گفتن لیوان بخرید میخوام بهتون ماست بدیم شیر بدیم. لیوان خریدیم هیچ وقت به ما ندادن. البته حالا مثل که مدیر و نوازم و اینای ما خوردن و بردن و دزدی کردن. ما با آقا فرخ گفتیم آقا جون این چیزا رو تو قسمت خصوصی بنویس، در موقع برنامه زنده هم ننویس. آقا گوش نمیده چیکار کنیم؟ گوش نمیده دیگه. اینا هی رفت بالا. خب خوشتون اومد عید پوریم. چیزی دیگه براتون بخونم یا بریم بس بمونه تا جمعه؟ بذارید ببینیم دیگه این خوشنودی چی گذاشت اینجا. صداش کم کنم چون تا بازش کردم صداش خیلی زیاد بود. ببینیم آیا زنان با مردان برابرند؟ بفرمایید ببرمتون. این هم امروز یک ویدیوی این ورور میگشت راجع به ساختمانهای تیتیش مامانی لواسان. بعد طرف گفت که آقا ببین اینا چی کار میکنن، ریچ اند فیمس. گفتم آقا این همون جامعه بی طبقه توحیدیه که آقای خمینی قول داده بود دیگه. اول میگفتن چون اینها نمیتونن همه رو برسونن به پولدارا، دارن پولدارا رو بدبخت میکنن که همه بشن ضعیف و مستضعفین، همه بی طبقه توحیدی. حالا گویا یه عده گفتن نه آقا ما که داریم چرا نکنیم، لواسان میرن خونه های میسازن و خونه های میخرن و اینها. برای این دوستمون نیر خانم نوشتن که خب نیر خانم ببین عزیز من، شما به من بگو یه شاه با خانوادش چرا این همه کاخ داشت؟ خب اون شروع کرده جاده رو صاف کرده، اینا با ماشین های قرن 20 و 21 دارن سریع میرن، شما چرا ایراد میگیری؟ من نمیفهمم. بعد گفتم تازه شما باید خوشحال باشین اگه این بیناموسا، اگه این جانیا، اگه این جنایتکارا این کارو نمیکردن که کسی از شماها جرئت نمیکرد بگید خدا رحمت کنه شاه عزیز رو، اون کم میدزدی. اینا آمدن کفندوز شماره دو شدن، چنان ریدن به قبر پدر و مادرای ملت مرده هاشون که ملت میگن خدا پدر صد رحمت به کفندوز اولی. من نمیدونم، شما باید خوشحال باشید که این آخوندها بدن. اگه خوب بودن خدایی شما یکیتون جرأت میکردید بگید طرفدار پادشاهی هستین؟ بفرمایید ببینید این پادشاه سوئیس رفته شما. Do you think that women are equal to men? Equal in the human rights? Yes, sure. You've given women in your country their human rights. Mm-hmm. What about equal in intelligence? Well, there are cases. Sure. Different women have some exceptions. And find fantastic things here and there. But yes, but on the average. Do you feel your wife can govern as well as in the man? چقدر بهش فشار میاد تا حرف بزنه؟ نگاه کن. But you have made your wife the regent of this country. If you should die, your wife becomes heads this country, and yet you're not certain that she can govern as well as a man. بله، همون که گفتیم خلاصه این میگه شما قبول نداری که مرد و زنا عقلشون یکی هست. میگه ممکنه یک کیسایی باشه. بعد میگه خب شما این خانم رو کردی نایب السلطنه، جانشین خودت. بعد میگه خب حالا دلش کن دیگه، جواب نمیده. دنباله این ویدیو رو بعد ببینید. از فرح میپرسه
میگه خب فرح خانم شما چی میگی؟ سرش میکنه هوا. این میگن فرح سر به هوا بوده، فقط اونجاها سر به هوا نبوده، خیلی جاها سر به هوا بوده، ولی چنان یعنی شاه با تیشه فرح به ریشه خودش زد و نفهمید، انداختو بهش دیگه. این اردشیر زاهدی لفت اوور خودش انداخت بهش. خب اب نداره دیگه، در دوستی این اتفاقا میفته، مخصوصا دوستان نابکار. خب ببینم براتون چی گذاشتم دیگه. آقای علی زرابی، از انسانهای بی تفاوت متنفرم. خرابی زیر ساختها در ایران پس از سیل و پیش از رسیدن سامانه جدید بارشی. این کلمه سامانه رو هم خیلی استفاده میکنن. الان سامانه پادشاهی، حالا میگی من نمیدونم سامانه جدید بارشی یعنی چی. همینی که اینجا بهش میگیم یه جبهه داره میاد، یه جبهه هوای مثلا سرد داره میاد، یا یه ابر داره میاد فلان و بیسار. دوستان عزیز چطور بود برنامه؟ اینجا براتون بنویسم دوستان، نظر یادتون نره، کسی اگر حاضر بشه چند برنامه رو اسپانسر کنه. خیلی جالبه، ایام عیدی ما با آرایشگر باید انعام بدیم. بیچاره این سفورای اینقدر صبح زود میان ایران که هیچکم بهشون انعام نمیده. به پستچی باید انعام بدی، بگید دیگه هر جا میری باید انعام بدی. هیچکس به ما عیدی نداد. تازه اون دوستانی هم که ماهانه کمک میکردن به خاطر مخارج زیاد ایام عیدشون، یک نوشته آقا حالا زمستون کار خوب نیست، یک نوشته نمیدونم ایام عید خرجمون زیاده فلان اینها. آقا خانم نکنید همچی بابا. خب شما حمایت نکنید ما وقت بی آبجویی تشنگی خفه میشیم. بی سامان را عوضی میگه سامانه. خب میگه از شاه اسلام پناه، شما جز این انتظاری داشتید؟ در کتاب مقدس شاه نیز چنین گفته است. شاه کتاب مقدس داره؟ یا همه کتابای چیز مقدس میشه؟ خب Dear Pastor Sorby, sorry about my question in live program. آقا دمت گرم، خوشم میاد که آدم خوبی هستی. حالا شما به مردم نشون دادی که من چرا آقا فرخ رو با وجودی که اینقدر اذیت میکنه موهای من همش از دست این فرخ ریخت. میگی نه نگاه کن فرخ جان، من قبل از دوستی با شما مو داشتم یا نه؟ خب حالا ندارم، نشون میده دوستی. یه وقت آقا بلند شو بیا اینجا بشینیم یه دیه ساعتی گپ بزنیم با هم، یا اسکایپت رو را بنداز مهمون برنامه هم باش. میگه دیدی ویدیوی تو هم کار نمیکنه، از برنامه های من ایراد نگی. چشم دیگه، اگه عیبی هم بود بهت نمیگم که عیب تو برطرف نکنی. از این به بعد شما جز به به و چه چه از من چیزی نخواهید شنید. این خوبه؟ فکر نمی کنم. خب بله، کتاب مقدس چیه؟ تغییری بزرگ. آها این که زندانه، اینا رو خوندم دیگه، خوندم اینا رو، خستم هستم حقیقتش. و شما ضرب المثل خر لنگ منتظر خوش شنیدید؟ امروز من داشتم چند تا کار رو نردبون و بالا و پایین و اینها انجام میدادم، خسته بودم. بعد گفتم که اگر این دوست ما برنامه عقل بشر رو نفرستاده بود منم برنامه نمیذاشتم. باز یه دلیل دیگه که شما دوستان هم باید باشید تو برنامه ها، مثل راه رفتنه، مثل ورزش کردنه. دیدید مثلا میگه ما میریم کوه با 40 نفر. چرا با 40 نفر؟ شما تنها میتونی بری کوه، ممکنه سرعت هم یه چیزی هم اتفاقا میگن اگه سریع میخوای بری تنها برو، ولی اگر میخوای پیوسته بری با دوستانت برو. برای که اگه شما امروز هم کسل باشی، تنبل باشی، شب سردت بوده، نمیدونم نخوابیدی، صبح دوستت که زنگ میزنه میگه من دارم میام، شما بلند میشی حاضر میشی. وقتی این دوستمون عقل بشر رو نوارش میفرسه، سوربی هر قدم خسته باشه، تنبل باشه، بی‌حوصله باشه، میپره یه دوش میگیره، قبراق میاد توی برنامه. از اینکه حدود 2 ساعت تقریبا
با ما بودید. 12:48 1:48 صحبت کردم، الان 3:48 دو ساعت 120 دقیقه اجازه دادید من با شما باشم، دوستمون از خلیج فارس با شما باشه، این ویدیوها رو با هم ببینیم، مغزمون رو قلقلک بدیم. ماساژ، بعضیا میگن اینا ماساژ مغز، دوستان ماساژ خیلی خوبه، ماساژ بدن رو مجبور میکنه که خون رو به جریان بندازه و به اصطلاح اکسیژن بیشتری برسه، درست مثل ورزشه. این هم یه نوع، دیدید حتی ورزشکارا بعد یه ماساژ های مخصوص میبینن. راجع به آب خوردن یه چیزایی من نوشته بود، من ننوشته بودم، فقط منتقل میکنم از دیگران، میذاریم روی وبسایت و اینها، حتما بخونید. و اون فرق آب و الکل خستگی همه را رفع میکنه، نشون میدیم روز جمعه. میدونید که اینجا تو الکساندریا هست، چند تا به اصطلاح لیوان میذارن، گیلاسای شراب، تو هر کدومش آبای مختلف میریزن، بعد طرف دستش رو خیس میکنه با یه مهارت خاصی، لب اینا که میکشه صدایی که میاد موزیکا، یک موسیقی درست میکنه. بعد یه نفر آب ریخته توی لیوان، دست میکشه یه صدای ناهنجاری میده، شراب میریزه دست میکشه یه موزیک جانانه میشه. بذار ببینم مانی اگه بتونم پیداش کنم، نمیدونم انقدر سرعت عمل دارم یا نه. پیر شدم آقا، گفت چون پیر شدی سربی از میکده خارج شو. مانی خورسندی رو هی میخونم، مانی خراسانی، شما خورسند هستی، نمیدونم خراسانی ها خورسند هستن یا نیستن. پیداش کردم، اوکی، اینم نشون میدیم به عنوان حسن ختام برنامه. دوستان حمایت یادتون نره، اون شعر آقای مانی رو هم اون روز نشون دادیم، روی فیسبوک هم هست میتونید ببینید. پس میام اینجا اینو براتون میذارم توی کامرای شماره 2. همه این کارا رو من با همون ویت بلاستر انجام میدم، اون لحظه اولی که اکس اسپلیت قسمت فیسبوک رو میفرسه، اون OBS قسمت یوتیوب رو میفرسه، مردم tv.com. ولی میکس اینها، آپریشن اینها، اون وقتا یادت میمدی تلویزیون رنگارنگ، خسرو بود، داریوش بود، فرشاد بود، مجید بود، این بود، اون بود، همه اینها شدن. کس نخارد دست پشت من جز ناخن انگشت من و این چوبی که والا اینو بیشتر برای پرده ها و اینا استفاده میکنم. خب بریم با هم ببینیم تفاوت صدای آب با الکل یا الکل با آب. این دوستان ممنون و متشکرم که با ما بودید، حمایت فراموش نشه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. با امید روزهای بهتر، آینده روشنتر، روز روزگار بر شما خوش. جمعه با شما خواهیم بود از ساعت 2 بعد از ظهر تا پاسی از نیمه شب، نه نیمه شب اینجا، نیمه شب یه جای دیگه. بریم ببینیم. مرسی. پنجا و چهار ثانیه چقدر رد شده، هنوز چیزی نشون نمیده. چرا نشون نمیده؟ نمیدونم آقای مانی. ببین ما این پلی رو میزنیم، این موقعی که شما میذاری رو فیسبوک میگه we are at the mercy of Facebook، we are at the mercy of YouTube. اگه ویدیوها رو برای همدیگه بفرسیم که ما بذاریمش رو سیستم خودمون، اون موقع دیگه احتیاجی به اینها نداریم. در صورت برید نگاه کنید، میگه وسط این همه هاگیر و واگیر میشود خنده هم ساخت مگر نه. بله، تفاوت صدای الکل با آب که نمیدونم، این ویدیو هم کار نمیکنه. خب همینجا دیگه خدا حافظ، با امید دیدار شما روز جمعه.